بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتید و اوقات بهتری در انتظارتون هست و خوشحال که با ما هستید. روزهای آخر سال هست و ایام تعطیلات، کریسمس. امروز اگه اشتباه نکنم دوستان سیاه پوست هم اون جشن خودشون کوانزا یه چیز مندرآوردیه. البته تمام این جشن ها، تمام این تاریخ ها، تمام اینها مندرآوردیه و دیشب داشت فیلم حضرت عیسی رو نشون میداد که واقعا چقدر اینها دروغ سر هم کردن و نشون میداد که این خانم مادر کانستانتین که رفته دنبال عیسی بعد از 320 سال بعد از اینکه کانستانتین پسرش رو کشته، کانستانتین همسرش رو کشته و این هم از دست پسر عصبانی را میفته میره و تو اون زمان 320 سال بعد از جیزس، بعد از عیسی، میره توی اون محل بتلهم و اینها. ما بهش میگیم بیت لحم، کجا میگیم اونو؟ اینجا میگن بتلهم. در هر صورت دنبال صلیبی میگرده که عیسی رو روی اون به میخ کشیدند و به اصطلاح از بین بردن. حالا یه نفر عقل سالم بگه، مثل این میمونه که یه نفر با یه چاقو کشته باشن، مادرش بره دنبال چاقو بگرده. خب الان بچه زنده میشه؟ این دروغا رو داشته باشین. میرن یه جایی یه چوبی پیدا میکنن، این یه تیکش رو ور میداره و از اون روز شروع میکنن یه صلیب هایی درست میکنن. به اون صلیب ها میگن صلیب های حقیقی. بعد یک شخصی که میدونید که همیشه ساینس یا علوم یا دانش روبروی این دین و مذهبه و اونجا شما هرچی دلت بخواد میتونی دروغ بگی، ولی به علوم و علم و فیزیک و شیمی و اینها که میرسه، ریاضی که میرسه، شما نمیتونی دروغ بگی. اینا آمدن این چوب رو امتحان کردن، میگن این چوب مال 1000 سال پیشه، اصلا مال 2000 سال پیش نیست. بعدم شما این همه چوب هی درست کردید، میگید که این صلیب حقیقیه، چوب حقیقیه، با این همه چوب شما میتونید یه کشتی اندازه کشتی نوح درست کنید. حالا خود کشتی نوح هم که یک دروغ خیلی بزرگه. در هر صورت اجازه بدیم ما دوستان رو بگیم بیان، شاید هم خبر ندارن که ما برنامه داریم، شاید هم که فکر میکنن ما امروز سر ساعت 2 شروع میکنیم، ولی گفتیم امروز یک کلک بزنیم. اون سرکار استوار یادتونه عبدالعلی همایون میگه من یه پلیتیک میخوام بزنم. پلیتیک ما هم اینه که اونجایی که 2 دقیقه دیر برنامه رو شروع کردیم، امروز نیم ساعت برنامه رو زود شروع کردیم که هم از اون ور زودتر بریم به کار و کاسبی و زندگی برسیم، هم اینکه جبران اون بدهی ها و دیر آمدن ها. صحبت از بدهی شد، شما به ما بدهی ندارید، ولی اگر حمایت کنید ممنون میشم. دوستی مبلغ 120 دلار و 10 سنت، جالبه اینا وقتی پول تبدیل میکنن از یک کشور دیگه، عددهایی که درست میشه خب ممکنه راوند نباشه. ببخشید که این لباس ما هم امروز خیلی شلوغ بلوغه دیگه، وقتی آسمون ستاره و لباست هم اینجوری گلمنگولی، دیگه کراوات تو نباید گلمنگولی میذاشتی. ولی این کراوات روش کریسمس و جیزز و سال نو بود، ما گفتیم بذاریم قشنگ باشیم که اصلا تو اینم معلوم نیست چی به چیه. در هر صورت اب نداره، خیلی شلوغ بلوغه. همین نداشتن منشی صحنه، نداشتن کارگردان صحنه، اینجا میگن فلور دایرکتور، اینها اینجوری تصویر میشه. اینها در هر صورت دوستان عزیز، این برنامه ها رو از تلویزیون مردم تماشا میکنید. خیلی خوشحالم که با ما بودید سالهای سال، مخصوصا امسال، و امیدوارم سال آیندهم با ما باشید. سال 2019 این برنامه آخرین برنامه امسال نیست. آخرین برنامه امسال دوشنبه 31 هست و آخرین جمعه امسال پس فردا 28. این هم از این ماجرا.
یه دوستی خوشم میاد که این آقای زمانیان هر جا ما باشیم میاد تا برش میفرسیم اون اینویتیشن. دوستان فیسبوک جدیدن یه پروگرامی درست کرده به نام واچ پاری، یعنی بیان با هم بریم تماشا کنیم، مهمونی فیلم تماشا کردن، مهمونی برنامه تماشا کردن. میدونید فلسفه اینا همه یه سری آدم های جوونن، بعد که هم پیر میشن دیگه ول نمیکنن، تو همون جوونی میمونن. این کسایی که این برنامه های فیسبوک، مای اسپیس، نمیدونم یوتیوب اینا رو چیز میکنن، شاید هم یه حسنیه که همون های تک اینا رو توی جوونی نگه داشته. یعنی فقط آقای ترامپ نیست که مثل یک بچه 8 ساله مونده، این دوستان هم تو همون دوران تینیجری و اینها موندن. هر روز میان یه چیز جدیدی اضافه میکنن و من تعجب میکنم که خود فیسبوک نداره یه سری پروگرامی که یاد بده. پروگرام های دیگه دارن، مثلا OBS، XSplit اینا داره که به شما یاد میده. بعد برای که بفهمیم جدیده و به اصطلاح میتونی چیزای جدیدش رو ویدیوش تماشا کنی، توی وبسایت خودشون که میری اینا به ترتیب زمان هست، ولی فیسبوک این کار انجام نداده و شما رو ول میکنه تو صحرای نادانی و اونایی که فکر میکنن دانا هستن. این آقای پرویز نظامی همیشه میگفت باید از اونایی که یکم میدونن ولی فکر میکنن خیلی میدونن همیشه پرهیز کنی و بترسی، و درست هم میگه. در هر صورت شما میری تو یوتیوب، میگه آقا این واچ پارتی چیه، میگه این کارو بکن اون کارو بکن، بعد نگاه میکنی میبینی اون ویدیویی که ساخته فیسبوک الان 3 تا ورژن یا 3 تا مدل جدیدتر آمده جلو و اون ویدیو دیگه برای این نیست. روزگار غریبی است نازنین، مخصوصا افرادی که مثل من موهاشون رنگ نمیکنن و رنگ حقیقی موهاشون این رنگی، این که آمریکایی‌ها میگن گری، خاکستری، ما میگیم سفید، اینا مشکلاتشون زیادتره. اگه کسی میدونه این واچ پارتی رو چجوری با دیگران به اصطلاح شیر کنه، این کار رو انجام بده، ما هم ممنون میشیم. و اما بریم سراغ تاریخ. امروز 26 دسامبر 2018 است، اینجا نوشتم دوشنبه ولی چهارشنبه است. چهارشنبه 26، بذار ببینم اونجا چی نوشتم، اونجا چهارشنبه نوشتم، بله چهارشنبه 5 دی ماه و 26 دسامبر. بالاخره یه جایی توی این همه خرابکاری ها یه چیزی درست میشه. گفتم بهتون سالها پیش، همون اولین سالی که اومدم آمریکا، یه شریکی داشتیم من و داداشم و این خیلی نامرتب بود. بعد میگفت که شما خیلی شور میزنیم، خیلی هرس به خودتون میدیم، take it easy، بی خیال، و فکر نکنید من نامرتبم، شما فکر میکنید مرتبید، من این نامرتبی هام یک ترتیب خاصی داره. من و داداشم نگاهی هم میکردیم، گفتیم مثلا شما وقتی ما یک کاغذی ازت میخواییم، نیم ساعت تو همه جیبات میگردی، تو همه ماشینات میگردی، تو همه ساندویچایی که نصف خورده هست میگردی پیداش نمیکنی، بعد میگی فکر کنم خونه باشه، بعد 3 روز دیگه یه جایی پیداش میکنی، میگی آها بفرما، دیدی بهت گفتم من یه نظم و ترتیب خاصی دارم. واقعا فکر میکنی نظم و ترتیب داره کارات؟ ولی چه میشه کرد، با همه نمیشه بحث و گفتگو کرد، و بهتری کار اینه که گاهی وقتا بحث و گفتگو نکنید، مخصوصا ایام تعطیلات، ایام این جشن ها، ایامی که فامیل ها دور هم جمع میشن و خدای نکرده با یک بحث و صحبتی دیگران را از خودتون عصبانی و دلخور و ناراحت نکن. درباره آقای امیر حسین لادن به احتمال زیاد این جمعه با ما خواهند بود، مگر اینکه به دلیل اینکه آخر سال هست، دیدارهای فامیل، سفرها و اینها نتونن بیان، ولی چیزی تا حالا به من نگفتن. میگه روزهایی که شما برنامه داری مهمانی رفتن کنسل. خیلی ممنون آقای زمانیان. میگه شما روزهایی که برنامه داری من مهمونی نمیرم. خب ما خوشحالیم اقلا یه دوست اینجوری داریم، دوستان اینجوری زیاد داریم، از یکایکشون ممنون و متشکرم. و اما یک سازمانی هست اینجا بهش میگن NORAD. آمریکا میدونید که همه سازمان ها رو اسامیشون رو کوتاه میکنه، مثلا
FBI، مثلا CIA، مثلا نسا یا ناسا ما ایرانی ها میگیم. این NORAD یه سازمانیه که اسم اصلیش هست North American Aerospace Defense Command، یعنی مرکز آمریکای شمالی، کماندم نه نمیدونم، دیفنس که مقاومت، ایروسپیس این فضا و اینها. در هر صورت حالا بزنید خودتون نوراد رو پیدا کنید. این نوراد سال 1955 بر اثر یه اشتباهی که من نمیدونم، اگر کسی میتونه اینو گوگل کنه پیدا کنه که چطور یه اشتباهی باعث شد که شماره تلفن این سازمان توی روزنامه چاپ بشه و به مردم بگی که شما به ما زنگ بزنین، ما به شما میگیم که این آقای بابا نوئل، سانتا کلاس الان کجاست. بعد معمولا بچه ها زنگ میزنن، ولی از اون سال وقتی که دیدن خیلی ها زنگ میزنن، این اداره دولتی و نمیدونم وزارت دفاع و فلان و اینها گفت خب حالا که اینجوره ما هم به این دروغ بزرگ سانتا کلاس و کریسمس و اینها میایم تو شرکت میکنیم و دل بعضی ها رو خوش میکنیم، مخصوصا بچه ها. و از اون زمان هر سال اینها میگن ما چون توی ایروسپیس هستیم، توی فضا و اینها هستیم و با چیز میبینیم که این سانتا کلاس کجا هست، مثلا اول میره ژاپن، اونا ساعتشون جلوتره، میره به استرالیا فلان، همینجوری میاد اینجا. و اینم خیلی جالبه که یک پیرمرد چاق شکمو با یک گاری که چرخ نداره، فقط رو برفا هست ولی پرواز میکنه، اون وقت یه مشتی آهوی مخصوص، رین دیر بهشون میگن، گوزنن اینا، بزرگن، اینو میکشن و این به همه دنیا سر میزنه، به همه خونه ها سر میزنه و برای همه کادو میاره. اگه اشتباه نکنم اینم مثلا کادوی منه، یه سالی گیرم اومد. در هر صورت امسال به دلیل اینکه این ترامپ شارلاتان، این با آبروریزی که داره میکنه و گاورمنت بسته و دولت بسته و حکومت و اینها رو تعطیل کرده، اون سازمان گفت که ما هم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و گویا یه عده‌ای داوطلب شدن گفتن اب نداره، ما میشینیم تلفن جواب میدیم، اینا رو به روز میکنیم و اینها. و دو تا از اینا هم این ترامپ نادان و همسرش هست، نشستن اونجا و این کار رو قبلا رئیس جمهورهای دیگه هم انجام دادن که گهگاهی تلفن رو برمیدارن به افرادی که دارن زنگ میزنن جواب میدن و مثلا میگه من پرزیدنت فلانی هستم، تو کی هستی؟ اون دختره یا پسره میگه من این هستم یا اون هستم و باش دو سه تا سوال ساده، چی میخوای برای امسال؟ خب پدر مادرش اونجا نشستن میدونن، مثلا میگه کفش میخوام، بعد میگه باشه من برات کفش میارم. این مردک شارلاتان دیوانه، برید نگاه کنید، زنگ میزنه به یه دختر یا یه دختر 7 ساله زنگ میزنه، این جواب میده. خب چند سالته؟ میگه 7 سال. میگه تو هنوزم به سانتا کلاس باور داری؟ یعنی این از بس تو زندگیش نبوده با افراد خانواده، نبوده با بچه های خودش، همش دنبال ولگردی، همش دنبال شارلاتانیزم، همش دنبال کلاهبرداری بوده، دیدید که بچه خودش گفت این برای ما کادو نمیخره، کادوهایی که دیگران بهش دادن یا ما بهش دادیم اونا رو برمیگردونه به خودمون دوباره میده. و بهتون گفتم که این سازمان خیریهشو که دادگاه نیویورک گفت باید ببندی و بسن، باورتون میشه 7 دلار، 7 دلار پول ثبت نام یکی از این پسراش رو برای اون سازمان پیشاهنگی از این انجمن خیریه دزدیده. هیچ کلمه دیگه نمیشه به جاش گذاشت، از این انجمن خیریه دزدیده. اگه امروز آقای پتیک 100 دلار ارسال میکنه برای یه هدفی به من میگه، من اگه این رو به اون هدف نرسونم دزدیه. حالا میخواد از پتیک باشه، میخواد از شما باشه، میخواد از یه رستوران باشه، به این میگن دزدی. اگر این آمده با دخترش و پسرش و اینها گفته ما این سازمان خیریه ترامپ رو باز کردیم که
مثلا کمک کنیم به اونایی که در ارتش بودن. اصلا نمیدونم فلسفه چریتیش چیه، این چریتی هم خیلی هست، ولی بعد الان گندش بالا اومده که رفته تابلو برای خودش خریده، خیلی قیافش خوشگله که از خودش هم عکس میذاره با اون صورت عوضی، با اون هیکل قناسش، با اون موهای قلابیش عکس میذاره که هر روز خودش رو ببینه. اون وقتا به شوخی میگفتن که طرف انقدر زشته شما عکسش رو میتونی بذاری بغل قندوم که بچه ها نرن تا اینو میبینن پهلو قندوم، میگه بابا ولش کن مرچور قیافه اینو برای من نمیخوام شیرینی، و میره دنبال کار خودش. و یه همچنین شخصی، برید حالا خودتون گوگل کنید ببینید، یه تلفن خیلی ساده ای که به این دختره بگی که خب داره میاد سانتا کلاس و برات امشب تو چی میخوای، مثلا اون بگی من دفتر میخوام، بگی میکی ماوس میخوام، بگی مینی ماوس میخوام، بگی ماشین نمیدونم آتش نشانی میخوام، بگی برات میاره، همین سه کلمه. میگن با این کارش به اصطلاح وقتی میگن روین، به خرابه ها و ویرانه های ساختمانی و تاریخ و اینها روین میگن، میگن با این کارش هی روینت این ایام رو، یعنی این ایام رو خراب کرد برای این دختره که تو 7 سالته هنوزم به این چیزا باور داری بماند. اون وقت تو همین مملکت یه معلمی میره سر کلاس که خب وقتی میره سر کلاس اونا هم احتمالاً کوچکترینش دیگه 6 7 ساله هستن، بعد یکی ازش سوال میکنه اونم گفته نه بابا این حقیقت نداره، این بی خوده. اون بیچاره معلم کمترین حقوق و به اصطلاح از لحاظ وظیفه سختترین وظیفه، از لحاظ درآمد باز کمترین درآمد رو تو این جامعه داره، این خانم رو فیرش میکنن، فیر یعنی اخراجش میکنه، ولی رئیس جمهور نادان نشسته اینجا. حالا امیدوارم این چیز بشه به اصطلاح 3 ژانویه و دموکرات ها واقعا وا ندن، به قول این دوست رشتیمون که میگه وا بده، دموکرات ها وا ندن. من یکم چای بنوشم به سلامتی شما، این رنگش رنگ ویسکی هم هست. خب حالا که کارمندان سر کار نمی روند، ایرانی های طرفدارش بروند کمکش. نه این از خداشه، این از خداشه. شما ببین تو این 2 سالی که این رئیس جمهور بوده، کمتر از 2 سال، چند روز کار کرده و چه کار کرده، هر جا دست زده خراب کرده. از هر 3 تا قاضی تو آمریکا 2 تاش مسئول رسیدگی به خرابکاری های این مردک. خیلیه، از هر 3 تا قاضی در آمریکا 2 تاش مسئول رسیدن به خرابکاری ها، کارهای غیرقانونی، پرونده های سوء استفاده، پرونده های کلاهبرداری، این و خانوادهشه. خیلی اوضاع خرابه و این دیگه دیوونه شده. این تو 2 روز گذشته گفتن اصلا he lost his mind، نشسته تو وایت هاوس میگه که ببینید من اینجا نشستم، بیچاره من، اصلا مردم میخندن، میگن آقا حالا یه تابلوی بزنیم دفعه دیگه، کرای بیبی یعنی بچه های بچه ننه که هی دم به دم گریه میکنه، که بگیم اونایی که بچه ننه هستن دفعه دیگه نیان برای رئیس جمهوری ثبت نام کنن. آخه مرد نادان، تو نشستی تو وایت هاوس که بهترین جا، پر قدرتین، قدرت ترین دفتر دنیاست، البته بماند این یه دروغه، پرقدرت ترین دفتر چیزه، پاپ، ما میگیم پاپ، اینا میگن پاپ. و برید ببینید چه داستانی این پاپ از 2000 سال پیش تا حالا، چه کسافت بازیایی، چه کارهایی تو جنگ اینا انجام دادن، چه خیانتی به بشریت، چه خیانتی به مسیحیت، چه خیانتی به کلیمی ها انجام دادن، و چجوری هنوزم این بازارشون انقدر گرمه. یه فیلمی دیگه داشتم نگاه میکردم، یه جایی یک گروهی از این گروه های مثل سازمان مجاهدین که بهشون میگن سکت یا میگن فرقه، میخواستن انتخابات شرکت کنن، چون میدونستن برنده نمیشن، تصمیم میگیرن افراد اون شهر رو به اصطلاح مسموم کنن تا اینا تو بیمارستانن، روز انتخابات اونا برن رأی بدن برنده بشن. و میان این یکی از این چیزایی که مسموم میکنن میبرن میپاشن و به اصطلاح اونجا چی میکنن و
یه عده خیلی زیادی مسموم میشن و یه رستورانی بیچاره به خاطر اینکه چند نفر اونجا مسموم شدن، این اصلا بیزینسش از دست داد. بعد هرچی هم میگو آقا تقصیر ما که نبوده، اون کسی که اومده اینجا رستورانای دیگه هم رفته فلان، بعد گفت مردم تو خیابون منو میبینن میگن که ما تو رو میشناسیم، میدونیم آدم خوبی هستی، میدونیم خیلی دستگاه آشپزخونه و سرویس و اینا تمیزه، ولی از وقتی اینجوری شده دیگه نمیاد. مغازش رو ول کرده رفته، بدبخت میره با ماشین ونش 10 تا خوراک برای این درست کن، 20 تا خوراک برای اون درست کن. شما ببینید یه بیزینسی که تقصیرش هم نبوده، 4 نفر 5 نفر مسموم شدن، زندگیش تغییر میکنه، زندگیش عوض میکنه. ولی این مسیحیت، کلیساها، این پاپ، اینا که این همه آدم کشی کردن، جنگ های صلیبی، جنگ های دیگه، اینها همینجوری برای خودشون دارن میچرخن. مردم بیچاره هم دست به دامن اینها میشن برای هر چیز و هر ناچیزی. نمیدونم والا. خب این دوستان عزیز، اون دوستمون که قهرمان پاورلیفتینگ هست یا بوده توی ایران و الان هم در ویتنام هست و اینا، به نام آقای امید ستایش پور، اگر لطف کنید با خودشون تماس بگیرید، امید ستایش پور @gmail.com، و من اون دفعه گفتم حالا سعی میکنیم فیسبوکشون اینا رو هم راه بندازیم، ایشون گفت همون فعلا ایمیل با فیسبوک نباشه. البته به نظر من اشتباهه، به افراد من میگم شما وقتی میان میخوان شروع کنید باید همه چیزتون ردیف باشه، فیسبوک داشته باشی، ایمیل داشته باشی، شماره تلفن داشته باشی. نمیدونم که مردم وقتی میخوان براشون هر کدومشون اونجوری که آسونتره با شما تماس بگیرن، پیپل اکانت داشته باشی، حتی المقدور ساده باشه که اگه تو تلفن باهات صحبت کرد شما گفتی سوربی، حالا نگه سوربی رو با سین بنویسم یا با سات بنویسم یا با سه نقطه بنویسم، اینجوری نباشه، خیلی ساده. شما اگه بگی مثلا ایران 1357، هیچ کس نمیتونه اشتباه کنه، حتی اگه بخواد به زور اشتباه کنه. در هر صورت اگر مایل هستید با خودشون تماس بگیرید، کمک کنید تا ما هم اگر یه ویدیوی کوتاهی ایشون بتونه درست کنه، ویدیوهایی که برای تبلیغ یا برای پابلیک سرویس اناونسمنت هست باید بین 30 ثانیه تا 45 ثانیه، ماکسیمم 58 ثانیه، یعنی 1 دقیقه هم نباشه، که ما بتونیم اینجا پخش کنیم. اگر کسی هم میتونه کمک کنه برای ساختن این ویدیو، باش تماس بگیره، عکسی از خودش بذاره، عکسی از مدالاش بذاره و بگه که چی میخواد، تا مردم هم به اصطلاح بتونن اونایی که مایل هستن کمک کنن. دوستان، اونایی که نمیخواین کمک کنید، ایشون نیومده از شما مشاوره بخواد که من چه کار کنم، این کارا رو انجام داده، رسیده اینجا، فقط به شما میگه اگه میتونید به من کمک کنید. مثل اینکه یه نفر دم یه مغازه ساندویچ فروشی وایساده باشه، من خودم دارم میرم ساندویچ بخورم، اون به من میگه میتونی یه ساندویچ برای من بخری، بهش بگم نه آقا این ساندویچ حرامه، این ساندویچ ضرر داره، برو روزه بگی، میتونم بهش بگم پول ندارم ببخشید برم داخل، یا اصلا بهش بگم که نه کمکت نمیکنم، ولی دیگه روزه نخونید تو رو خدا. در هر صورت میدونم ما ایرانی‌ها در روزه خوندن استادیم، و جالب اینه که فحش میدیم، میگیم این آخوند پدرسگ به غیر از روزه خوندن مگر چه کار میکنه؟ خب آقا اون استاد دانشگاه به غیر از حرف زدن مگر چه کار میکنه؟ حالا یکی میگه آقا شما استاد دانشگاه رو با آخوند مقایسه میکنی؟ شما اگر تونستی یه استاد دانشگاه بیاد مجالس رو مثل آخوندا کنترل کنه، هر وقت دلش میخواد جوک بگه مردم رو بخندونه، هر وقت دلش میخواد مردم رو گریه بندازه برای چیزایی که اصلا وجود نداره، برای چیزایی که به مردم مربوط نیست، فلانی در فلان صحرا کشته شده، خب شد که شد، به من چه؟ ولی اینا استادن، اینا رو دست کم نگیرید. ما همه حرفمون به این دوستان اینه که اینا رو دست کم نگیرید. امروز یه دوستی برای من یه ویدیوی فرستاده بود از این آقای هالو، نشسته شعر میگه برای هفت تپه، میگم خانم گرامی، دوست عزیز، اینا سوپاپ آخوندن، ای کاش شاه اینقدر
از پدر سوختگی، از سیاست، از زیرکی، از هر چی. ما این کلمه رو میگیم، مثلا میگیم زرنگی، طرف میگه آقا زرنگ کلمه بدیه، اونایی که کلا بردارن. نمیدونم، هر چیزی که خودتون میدونید. ای کاش یکم داشت میذاش مردم حرف بزنن، میذاش مردم شعر بگن، سوپاپشون دیگه زود پس کی منفجر میشد. الحمدلله تو خانواده ما ندیدیم منفجر بشه، ولی تو خونه تو کوچه ها دیده بودیم، میگفتن آقا خونه فلانی زود پسش منفجر شده، برید پشت بون ببینید چه خبره، تیکه گوش نمیدونم تیکه سوپ این زود پس اینا رفته بود منفجر شده. میگم اینا کمک آخونده. آخوند وقتی یک کسی میگه آقا آزادی بده به مردم، میگه بیا نگاه کن این دختر خانم داره تو خیابون میرقصه، به ما فوش میده، این آقای حالو نشست، اصلا ما میدونیم کجاست، میاد تو این انجمن فلانی، انجمن بیکارا شعر میگه، ما اصلا ما سماور اونجا رو ما براشون خریدیم، اصلا یکی سوال نمیکنه این اجاره اینجا رو کی میده، ما اجاره اونجا رو ما دادیم. چرا اینو میگم؟ برید یکم مطالعه کنید میبینید مثلا اون مسجدی که شریعت مداری توش بود چی بود، توی تهران شریعت مداری نه ببخشید علی شریعتی، حسینیه ارشاد. شما یه دفعه میبینی حسینیه ارشاد با دخل و هزینه ساواک درست شده. درباره ساواک امروز یک نوشته باز پخش شده که دو تا از حاجیای بازار با مؤسس ساواک شریک بودند در بالا کشیدن زمین‌های اطراف کرج و اینها، و اون کسی که اینو نوشته و پخش کرده منظورش اینه که نگاه کنید این بازاری‌ها چه پدرسوخته‌ای هستن، از اون ور با شاه و ساواک خوردن و بردن، از این ور پول دادن خمینی رو حمایت کردن. بعد میگم که ببینید سوال اونوری هم اینه که چرا شاه و اون تیمسار بختیار و اینها با این آخوندا و با این مذهبی ها اینجوری چیک تو چیک و یه چی دیگه میگم چی بودن؟ چرا از اونوری سوال نمی کنید؟ آقای دکتر حسین نصر توضیح میده که این علی شریعتی ساواک براش مبل میخرید، ساواک براش وسائل میخرید، ولی ما گوش نمیدیم. که این آقای زرابی یه جا حرف قشنگی میزنه، میگه آقا اگه دو نفر بیان نوار صحبت سربی با فلانی رو چیز کنن، 20,000 نفر میان گوش میدن، برای هم دیگه میفرستن، ولی اگه یه نفر بیاد حقیقت رو بگه هیچ کس نمیاد گوش کنه. اینم از این. خب ببینیم که چی میگه. Now it was فلان It's about six. Okay, خیلی ممنون. بله، میگه تو سوربی تازه آمدم، ساعت 11 نشده، میگه 21 دقیقه از برنامه گذشته، کلکت زدیم. خب دیگه آقا سعید، ما که سرعتمون به سرعت شما نیست، ما میگیم 1-2 شروع میکنیم میدویم، شما میگه اه قرار تا 3 بگیم. نه امروز با وجودی که نوشتم 2 بعد از ظهر شروع میکنم، بعد یادم افتاد که دوتا مهمان عزیز داریم در سفرن، دارن میان، و فکر کردم برنامه رو زودتر شروع کنم، زودترم تموم کنم تا آماده باشیم وقتی این دوستانمون میان. به اصطلاح چون این برنامه زنده دوستان، حالا ما هی میگیم آسونه، ولی واقعا وقتی برنامه داری بعدش مخصوصا سن که میره بالای 50-60 دیگه پیچ مورد شل میشه، چند تا پیچ تو مغزت شل میشه، چند تا ماسل و مایچه تو بدنت شل میشه. بمانه میگه که سوربی جان با درود، فراموش نکنیم که تمام مخارج حوزه علمیه قم را رژیم پهلوی میداد. آقا فرزاد برو آینه پیدا کن، به قول ما شیرازی ها آینه، دو سه تا ماچ گنده روی قپ خودت انجام بده و خودتو ببوس. کاکو جون من میدونم، به همین خاطر من باور دارم آخوندا فرزندان خلفه شاه و فره هستن. اونایی هم که حتی میگن رضاخان داشت آخونده رو مینداخت بیرون ولی شاه آمد نیزاشت، اونا نادانن. رضا شاه کجا آخونده رو انداخت بیرون؟ اگر رضا شاه با آخونده مخالفت میکرد باید میگفت من میخوام رئیس جمهور بشم. آخونده گوششی گرفتن گفتن رئیس جمهور بشم چیه؟ تو باید شاه بشی و ما بهت میگیم چه کار کن.
برید تاریخ فرانسه، تاریخ انگلستان، تاریخ آلمان، تاریخ هلند، اینا همه رو نگاه کنید و بخونید، میبینید اونجا آخوندا فرمان روایی میکردن. یعنی این پاپ بالا دست همه اینها بوده، the most powerful person، یعنی بیشترین قدرت داره، شخصی که بیشترین قدرت تو دنیا داره. هنوز هم همینجور. اون وقت طی زمان اینا عوض شدن. من میگم این بزرگترین خائن همینه که الان تو کلیسا هست، این پاپ فرانسیس. چون کلیسا چند سال پیش به یک جای رسید وقتی که دیدن ای بابا این که اونجا بوده خودش نازی بوده، اون مال آلمان چیه اسمش، بنتیک 16 است، اینا هم که هنوز با یونانی و با لاتین می نویسن بنتیک هم فکر کنم، دیدن آقا این نازی بوده و فلان اینا، رفت کنار. این تنها پوپیه که زنده رفته کنار و هنوز هم زنده است مثل، و این آوردن گفتن این پدر سوخته خوبیه، این میتونه به همه کلک بزنه، این میتونه به اونی که ما تجاوز کردیم بره صحبت کنه بگه این خر بوده تجاوز کرده، حالا بیا روش تجاوز بهتر شده. و این متاسفانه دوباره این چرچ یا کلیسا که داشت اینجوری پاشون میشد، داغون میشد، میپکید به قول ما شیرازی ها، این رو جمع کرد. و امروز دیروز کی بود، شما این مراسمی که انجام میدن ببین یه این همه ملت میرن وای میسن که یه نفر بیاد یه چیزی هم چی هم دستشه مثل همین اسفند دود میکنن، هی اینجوری میکنه، نمیدونم. بله، رضا قلدر وصیت کرد که پیش از به خاک سپردنش 6 بار دور شابدالعظیم بگردوننش. خدا پدرت بیامرزه. حالا اونی که نادان سلطنت طلبه و تاریخ نمیدونه میخواد لوس بشه، نونور بشه، جوک میگه، میگه که رضا شاه که رفته بهشت نشسته بود دم در بهشت، یه نفر بهش گفت که آقای رضا شاه کبیر چرا نشستی اینجا، گفت که من میخوام ازدواج کنم، منتظر یه آخوند هستم، ولی سالهاست هیچ آخوندی تو بهشت نیومده. میگم ببینید احمقا، یعنی رضا شاه تو بهشتم منتظر آخونده که زنشو به عقدش در بیاره. برید بیچاره، برید گم شید، برید یه داستانهای جدید اقلا بسازید. این داستانها نه که خنده که نداره، آدم عصبانی میشه، اونم آخر سال. حالا ما میخوام عصبانی نشیم، نمیذاره تقصیر این فرزاد. در صورت بله میدونم آقا، میدونم همه این چیزایی که شما میگی، بدبختی ما هم اینه که اونی که میدونه و اونی که نمیدونه ولی منطق داره قبول میکنه، ولی اونی که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه میشه نرود میخ آهنی در سنگ. خب اینم از این گفتار عقل بشر. ساعت 3 بعد از ظهر با این دوستمون خواهیم بود از خلیج فارس که برنامه چندم، اجازه بدیم من براتون پیداش کنم، یکی دیگه، برنامه 82، یعنی 82 هفته هست ایشون. حالا بعضی هفته هم به یا اشکالاتی برخورد کردیم و اینها برنامه نداشتیم، ولی چی میگن، با استقامت، با گذاشتن وقت، با یک صبر فوق‌العاده این برنامه ها رو تهیه میکنن و به شماها به صورت مجانی تقدیم میکنه. حالا شما خواه پندگیر و خواه ملا. ببینیم این اکبری چی میگه. این اکبری خیلی ناقل است. به نوشته روزنامه های آلمان، پاپ آلمانی تحمل جریانات مافیای کلیسا را نداشت و کنار رفت. فکر کنم شما داری راجع به مارتن لوتر کینگ میگی. اون موقعی بود که افراد کلیسا شروع کردن به شما سند میدادن که شما بری بهشت. این جوکایی که میگن ما بعضی وقتا فکر کنیم شوخیه، این جوکا حقیقیه. سند میدادن که شما مسیحی خوبی هستی و میری بهشت. این مارتن لوتر کینگ
یه دفعه فکر کرد که این کاری که داریم ما میکنیم داریم به جای خدا تصمیم میگیریم، و آمد و اینها پدر صاحب بچه رو در آوردن. یه اسم خاصی هم بهش میگن، نه سرتیفیکیت یعنی گواهی نامه و اجازه، نه، توی چیزای مذهبی یه اسم خاصی بهش میگن. و فکر کنم اون موقع بود که همون چیز ریفورمیست، یا این کلمه ریفورمیست چی میشه به فارسی به اصطلاح، اونجا شروع شد. اون فکر کنم میشه 300 400 سال پیش، شاید هم بیشتر. ولی اینی که من دارم نقل آلمان میگم و اینها، جنگ جهانی اول شما برید نگاه کنید که در اون زمان تقریبا دو تا پاپ وجود داشته، یکیش پاپ سیاسی بوده، یکیش پاپ مذهبی که هی سرش میکرده بالا و قنبالش میکرده هوا. برید اونو نگاه کنید، اون خیلی جالبه و همش توی یوتیوب هست. این ماجرای اگر مثل من حوصله خوندن نداری و بعض وقتا قاطی میکنی، چون اینجا میخونی این صفحه میرسی اونجا یادت میره این کی بوده، ولی ویدیو وقتی نشون میدن عکساشون اینا میبینی میفهمی. مثلا این خانمه مادر کانستانتین، این کانستانتین احمق، یه داستانی داریم ما تو فارسی، سیاوش و پدرش کیه، مادر زن پدرش بهش میگه که من از تو خوشم میاد، بعد این میگه نه تو زن بابای من هستی و اینها. زن پدره میره به یه شاهی داشتیم، همش قصه، میره به اون میگه که این به اصطلاح به من نظر داره، اون شاه هم بهش میگه که ما باید بکشیمت، میگه من حاضرم روی آتیش را برم و از این مزخرفا. نه آقای سوربی، پاپ پیش از این پاپ کنونی بود. آها اون آلمانی بود، میدونم تعمل جریان مافیای کلیسا رو نداشت و نه خودش از همه بدتر بود، شاید هم اینجوری باشه. شما میدونی هنوز تا هنوز کلیسا این حساب و کتاب ماجرای طلاهای مردم تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ های دیگه و بانک های سوئیس اینا را نیومده پس بده. شما باور نمی کنی که اینا چقدر پول خرج میکنن که سرپوش بذارن روی پرونده هایی که موجود بوده و گاهی یه صدای آمده بیرون اینا میخوان خفش کنن، به جایی که پول خرج کنن این پرونده رو نشون بدن. به قول ما ایرانی ها شفافیت، ترانسپرنسی آمریکایی ها میگن، اینجوری کنن برعکسه. حالا دیگه اون ماجرای رای گیریشون خاکستر و رنگ سفید و رنگ سیاه که اونم یه نمونه دیگه از همین کثافت بازی هاشون، که اونم اضافه کنید شما به دفتر سیاه اینها. در اصل ممنونم. بله اون پاپ پیش از این پاپ کنونی، بله اون کسی بود که در جوونیش نازی بوده، بعد که گندش بالا اومد و اینها دیدم فکر کنم بذارنش کنار بهتره. اینا سیاست 2000 ساله دارن، یعنی 2000 سال با هر سیاست مدار کثیفی که شما بگید اینا بودن، با اونا در افتادن و پیروز موندن هنوز. و یک ارتشیه که نه سرباز داره، نه نظام و نه ارتش و نه مخارج، و فقط درآمد داره و مالیات هم نمیده. بدبخت ارتشی که اینجا میره جونش رو میذاره، میره خدمت میکنه، این وقتی پول میگیره اول مالیاتش ازش کم میکنن بعدن پول بهش میدن. ولی شما پول میریزی تو اولا سبد، نه حسابی نه کتابی، توی این کلیساها یه سبد میچرخونن، پول میریزی تو سبد یعنی کش. یه دفعه این بهبانی نادان اوائل که آمده بود برای تلویزیون اینا میگم مگه من قاچاق فروشم که کش بگیرم؟ بهش گفتم احمق، راننده تاکسی، رستوران، خیلی بیزینس هست اینجا کش میگیرن، همه قاچاق فروش نیستن، ولی اگه کش گرفتی ننوشتی به حساب نگذاشتی اونجا میشه قاچاق، که کی؟ کلیسا این کار انجام میده. خب باز هم از شما دوستان ممنون، متشکر میشم بیشتر اگر شما این برنامه ما رو با دیگران هم چکار کنید، شیر کنید. و اما آقای مهدی تبریزی، مهدی زاده، این چون با اون برنامه 26ش
که میگه 26 اسم خدا هست و grace of God یعنی برای رضای خدا، به من گفته بود 22 برنامه داره. منم بهش گفتم آقا شما گفتید 26، حالا چرا 22؟ ولی امروز پیام گذاشته که سوربی ما 26 امروز برنامه داریم از ساعت 8 شب تا 2 صبح در این قلب ویرجینیا. این ایرانی ها هر وقت میخوان بگن دسترسی به همه چی داره میگن قلب ویرجینیا. منم به شوخی میگم خب وقتی شما بله ریفورم اصلاحات، خیلی ممنون آقای زمانی ها. بله اونا هم توی چیز به قول خودشون اصلاحاتی انجام داده. و در اولد کورت هاوس رود برنامه دارن رقص و شما میتونی اونجا حتی اگه بخوای سخنرانی کنی. گاهی دیدم آقای انواری میاد، بیشتر وقتا خود آقای مهدی تبریزی صحبت میکنه. و اگه دوست داشتید جایی نبودید، امشب که چهارشنبه هست 26 دسامبر، بذارید من اصلا این سفر رو بهتون نشون بدم، شاید بخوان شمارهش رو یادداشت کنید، شاید بخوان برین اونجا. یه دوستی داریم ما مدتها ازش پیامی دریافت نمیشد و نداشتیم، خوشحالم که هفته پیش یا دو روز پیش زنگ زدن و گفتن که سوربی منم میخوام برم کنسرت هایده، یعنی منم میخوام برم جهنم با تو باشم و بهشت بذار برای خمینی و ترامپ و اونای دیگه. اینه دوستان، میگن 26 دلار شام و اینم اسمش هست Happy 43rd Iranian Global Gala یا گلان بعضی ها میگن 26 University، اسم این برنامه اینا رو هم گذاشتن شام و رقص و آدرس شما هست این ببینید اینجا 8306A Old Courthouse Road. و تو پیامشون ایشون گفته در چند قدمی رستوران البرز. رستوران البرز و اینا رو دیگه شما میشناسید، هر جا آدرس شکم بدن ماها بلدیم. به همین خاطر از بچگی میگفتن ببین راست شکمتو بگیر برو، بعضی هم میگفتن راست دماغتو بگیر برو. در هر صورت اینم برنامه امشب آقای مهدی تبریزی مهدیزاده. ببینیم این امین چی میگه. میگه سلام جناب سوربی، مارتن لوتر کینگ رهبر سیاه پوستان بود نه کاکو جون. یکم دیگه برو عقبتر. این آقای مارتن لوتر کینگ اسم و ایناش رو از اون برداشته بودن، چون مارتن لوتر یه شخصیتی در دنیای مسیحیت. خودت الان بزن مارتن لوتر، اون وقت میبینی که اون بود که آمد 90 تا یا 19 تا یه چیزایی رو نوشت روی کاغذی رو در کلیساها چسبون که خب شما که میگی مثلا بهشت رو میفروشی، اگه این کار کرده باشه چی؟ اگه یک کسی نخره، ولی یکم بیشتر تحقیق کن امین جان. شخصیتی که منظور شما هست مارتین لوتر هست، جنبشی رو هم که بنا نهاد پروتستان هست. شادزی، خب خط دوم درستش کردی. بله خب ما هم که میگیم مارتین لوتر، اگه کینگ گفتیم حالا فامیلی این اومده تو مغزمون اشتباه کردیم. خیلی ممنون که شما درستش کردی و من بارها گفتم من مثل کوری هستم که اینجا دارم میرم ولی شماها وایسادی و وقتی من دارم کج میرم بهم میگی دست بی عصا، یعنی یکم بیا به طرف صاف، به طرف این ور دست با عصا فلان اینا. ممنون و متشکرم. مارتن لوتر جنبشی رو که بنا کرد پروتستان. کلمه پروتست اینجا وقتی میخوان بگن تظاهرات میگن پروتست، وقتی شما برای یه چیزی میری تظاهرات میکنی و بیشتر مخالفت دیگه، مثلا با قانون مالیات مخالفی میری پروتست against tax. پروتستان یه شعبه ای از این مسیحیت، به خاطر اینکه اعتراض کردن به اون قانونای کاتولیکی که نمیدونم طلاق نباید باشه، اینجوری باشه اونجوری باشه، اینا گفتن آقا ما زمان باید عوض بشیم و شما درست میگی. به نانهاد پروتستان هست و الان خیلی از کلیساها به نام همین
لوتر هست، خیلی از کلیساها اصلا مینیسه پروتستانت فلان، که ما الحمدلله داخل هیچ کدومش نمیریم. در برلین خیابان به اسم مارتن لوتر داریم. خیلی ممنون. خب برلین چقدر زیباست، من 2 سال و نیم پیش اومدم اونجا، خیلی قشنگ بود و از هر طرفی میرفتم ایستگاه میخورد به باغ وحش. به خانمم گفتم اگه یه وقت دیدی من پیدام نیست، اینا منو گرفتن به جای حیوان بردن تو باغ وحش. هر جا میرفتیم میگو برو باغ وحش اتوبوس عوض کن. خلاص بله، اونم برلین زیبا. همون موقعی هم آمدیم که اعتصاباتی بود، خیابونا هی را می افتادن و ما هم یه چند بار مجبور شدیم پیاده را بریم، که یکی از محاسن اروپا این پیاده رویه، که شما انقدر پیاده را میری که از پیاده را رفتن پادرد میگیری. توی آمریکا از را نرفتن پادرد میگیری. نصف بیشتر این پادردهای آمریکا که خود منم پادرد دارم برای اینی که ما زیاد میشینیم و حرکت نداریم در قسمت پا. من یه مدتی یه چیزی خریده بودم، این زیر میذاری و مثل دوچرخه پا میزنی، ولی وقتی پا میزدم این صندلیه که غیرغیره داره را میافتاد میرفت و یک کمی چیز بود. حالا باید یک چیزی درست کنم که این با اون یکی باشه، یعنی فریمش یا شاسیشون یکی باشه که جایی نره. زولوجیش گارتن، بله گارتن که یعنی باغ و گاردن، ولی زو، بله. خب دیگه میدونی کجا هست، اتفاقا اونجا یه مکدونالدی هم هست، حالا چه آدرس میدم، همه جا مکدونالد، ولی من میرفتم اونجا که اینترنت رو بتونم وصل کنم و اینا. بعد یه کفاشی خیلی بزرگی بود، کفشای اسپورت و اینا داشت. من آلمان رو دوست دارم کلا. و یه آقایی هست به نام برت وولف، برنامه اینو موقعی که آشپز بود و این برانور دنیا میرفت، تقریبا یه برنامه داشت مثل Part Unknown، اسمشو چیز کنین برت وولف، B-U-R-T وولف هم که همون گرگ، وولف W-O-L-F.com، و ویدیوهاشو نگاه کنین. این 50 سال فکر کنم اصلش اروپایی باشه، ولی آمد آمریکا، سیتیزن آمریکا هم شد، ولی برگشت سوئیس زندگی میکنه و میگه سوئیس بهترین کشور دنیاست برای زندگی کردن. حالا اگه کسی با سرما و فلان و ایناش بتونه به چیز کنه بسازه اونجا. ولی برگردیم به آلمان، من واقعا میگم آلمان رو مثل کشور دوم میدونم، چون از ایران که آمدم آلمان اونجا جوان بودیم، اونجا هم خودم آلمانی یاد گرفتم، هم خانمم هم پسرم اون موقع، و ما اصلا نمیخواستیم بیایم آمریکا که برادرها گفتن بیا و اگه نخواستی برگرد. خب میگه که جناب سوربی، آلمان هم شما رو دوست داره. خیلی ممنون دوستان عزیز. آقای شهرام ایران دومی دکتری هستن که وکیل هستن در آلمان و میتونن به شما کمک کنن در همه جای دنیا به عنوان مشاور. یادتون باشه برای وکالت، اونم مثل کارهای دیگه که باید از اون شهر یا از اون استان جواز داشته باشن، ولی برای مشاوره هر کسی میتونه با شما انجام بده، میتونه فامیلتون باشه، میتونه افراد دیگه باشه، مشکلی داشته باشید و اینها با ایشون چیز کنید، مشورت کنید. خانم دکتر جیلانی سلام به شما، این ایام بر شما مبارک، ایام به کامتان باد. و ایشون میگه که سوئیس خسته کننده ترین کشور دنیاست، ولی میگم این برت وولف میگه هم از لحاظ قانونش، هم از لحاظ خدمات، هم از لحاظ برخورد اونایی که در صدر کار هستن، میگه شما وقتی میری یه جایی که برات کار انجام بدن، میبینی که اون میخواد که کارتو انجام بده، نه مثل اینجا بعضی هاشون از روی وظیفه. اینجا والا خدایش خوب بود وقتی ما آمدیم حدود 30 و چند سال پیش، هر جا میرفتی How can I help you؟ من چگونه میتونم کمکتون کنم؟ ولی حالا یه مش خارجی، خودمون آمدیم، گروه پدر آمریکاییایی که فکر میکنن مال ایناست، ولی خود ما خرابش کردیم دیگه، حقیقت رو باید بگیم. بله خانم جیلانی هم دوستم به شما و بنده میگن درود بر شما، سال نو شما مبارک، با آرزوی بهترین ها برای شما. ما هم امیدواریم سال آینده از وجود خانم دکتر جیلانی و دانش ایشون بیشتر بتونیم به اصطلاح
استفاده کنیم و یاد بگیریم. برای شما هم سال خوبی آرزو میکنم، ولی من دو تا برنامه دیگه دارم قبل از سال نو، یکی 28 میشه جمعه و یکی 31 میشه دوشنبه. خب سلام بر خانم جیلانی، ناجی افسانه ای. چرا شما میگید ناجی افسانه ای؟ چون وقتی میگید ناجی افسانه ای، اولا میگن نگید ناجی، منجی درسته. کسی فارسیش خوب هست اینقدر که من بگه، چون مثلا راجع به ترامپ من مینوشتم که بیچاره آنهایی که فکر میکنن که منتظرن ترامپ ناجیشون باشه. یه دوستی نوشت نه آقای سوربی، باید بنویسید منجیشون باشه. گفتیم حالا ما دوستیمونو با شما سر ناجی و منجی، اونم ترامپ شالاتان، به هم نمیزنیم. خب ببینیم که چیه. یه بار دیگه ما اینوایت کنیم دوستان رو و ببینیم که کجا هستن، چه میگویند. اینجا این پروگرام فیسبوک رو یه نگاهی کنید، اگر اون قسمت واچ پارتی رو من دیدم، حتی مثلا مادر آقای زرابی برای من فرستاده بود که بیا واچ پارتی تماشا کن. گفتیم خب خوبه از ایشون اقلا ما بپرسیم ما چجوری از دیگران بخوایم، و من از خودم خجالت نمیکشم از دیگران بپرسم. یادتونه این حروف رو نوشتن و رنگی و اینها، من یه دفعه از خانم شایسته الهامی سوال کردم، گفتم شما اینجوری اینا؟ گفت آقا همین زیره، همین زیر اول قبل از اینکه بنویسی رو اون رنگا بزن یه صفحه، مثل قبل از اینکه بخوای بنویسی بری کاغذ رنگی بیاری رو اون بنویسی. گفتیم اینم ممنون و متشکر. خب دوستان بریم توی این صفحه فولدر روز و ببینیم برای شما چی گذاشتیم، یه نگاهی به اونجا بندازیم. آمریکا که اوضاعش خیلی خرابه، بعد از اینکه وزیر دفاع گفت من استعفا میدم به دلیل این حرف نابخردانه ترامپ که گفت ما از سوریه میایم بیرون، و دروغی که گفت ما ISIS رو شکست دادیم، کسی که مسئول ISIS و رفتار آمریکایی‌ها با اونا هست اونم استعفا داد به عنوان اعتراض. بعد این مردک شالاتان فقط برای که دهن کثیفش باز کنه و حرفی زده باشه گفت من اصلا اینو نمیشناسم و این مال دوره اوباماست. همه گفتن خب احمق، ما هم همینو میگیم، بدبختی تو اینه که تو اینو نمیشناسی، این مسئول سوریه است، تو باید اول با این مشورت میکردی. حتی اگه با ماتیس یا با مدداگ، با اون جنرال 4 ستاره مشکلی داشتی، باید با این مشورت میکردی که ببینی اونجا چه خبره، نه با اردوغان از تو گوساله تر. اردوغان به این گفته که ببین تو اینا رو شکست دادی برو بیرون. کردها صداشون در اومده آقا این چه حرکتی زشتیه که شما انجام میدی، میای بن لادن رو درست میکنی، بن لادن میجنگه با روسیه، میکندشون بیرون، تو ولش میکنی میری. خب بعد بن لادن میاد اینجا برات هواپیما میزنه به ساختمون، حالا کردها رو ول کردی تو سوریه. بعد این آقا گفت آقا منم اعتراض میکنم. الان شما نگاه کنید، دولتی که قرار بود این بهترین ها رو بیاره همش شده اکتیو دیوتی، اکتیو دیوتی، هیچ کدومش وزیر نیست، فعلا چی میگن معاون دوره گذار یا موقت. اون وقتا یادتونه ماشینا وقتی میمدن میگفتن بابا این اصلا نمرش هم موقته، یعنی خیلی روش نمیشه حساب کنی، ماشین تازه خریده بلد نیست مثلا رانندگی کنه، یا سربازای جدید میگفتن این آشخوره. این اینجوری حق شاد بودن و احساس شادی اجتماعی به عنوان سرمایه ملی کشور، پیشرفت شخص و شادی، امیدواریم اینجوری باشه ولی نیست. خب میگه که راز 60 ساله افشا شده یک بازاری انقلابی که شریک بنیانگذار ساواک بوده. اولا اگه اون ساواک به اون پنهانی بودنش و به اون محرمانه بودنش من و شما باور داشته باشیم، خب این دوتا احمق هم خبر نداشتن که اون تیمسار ساواکه، اصلا نمیدونستن ساواک چیه، اینا همش دنبال سود بودن. ولی باز بهتون میگم، شما به من بگو اون تیمساره چرا اومده اینقدر زمین داشته. میگه که پس از 60 سال فاش شد که کاظم حاجی ترخانی
و علی حاجی ترخانی دو برادر بازاری. این ترخان همون سبزیه، شیراز بهش میگن ترخون. بله، و تو آش صبح شیراز باید این باشه، خوشمزگیش هم برای همینه. بازاری و انقلابی با سپهبد تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران در دهه 30 خورشید و نخستین رئیس ساواک ایران در دوران پهلوی پیوندی اقتصادی داشتند و یکی از برادران زمینهای بختیار را بالا کشیده. این شراکت اقتصادی با سرمایه گذاری زمانی فاش شد که شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ابطال وقفنامه موقوفه گلشهر مشهور به علی حاجی ترخانی را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر کرد. همینجا داشته باشید، حالا سب کنید، بعد حکومت بعدی ببینید افتضاحای این آخوندار رو چقدر میاره بیرون که بچه این با اون چجوری. اتفاقا یه تابلو خیلی قشنگی دیدم، نوشته بود مرگ بر آمریکا، بعد اینجوری وقتا یادتونه میگفتن ابرو، یه ابرو باز کرده نوشته مرگ بر آنهایی که میرن آمریکا و میگن مرگ بر، یه چیز اینجوری، یا بچه هاشونو میفرستن آمریکا و میگن مرگ بر آمریکا. بذار ببینم میتونم پیداش کنم. USA info ایران سلطان ایران اعدام نیو فولدر، کجا گذاشتمش؟ حالا فعلا بذارید عکسایی که اینجا هست بهتون نشون بدم. ترامپ، بله نگاه کنید، وقتی بهتون میگم این آدم هم دروغگوه هم شالاتانه، یه نفر به من بگه چرا ایران نباید از خروج آمریکا از سوریه خوشحال باشه؟ ولی این ترامپ دروغگو برای که اون افراد بی سواد و کم سواد نادان بیچاره که بیشترشون مزرعه دارن، گاوچرون آمریکایی هستن، اونا رو همینجوری جزو بیس خودش، جزو اون 30% 40%ی که بهش رأی دادن نگه داره، و این الان مثل واقعا پاپ کورن، مثل یه تیک چربی تو ماهیتابه داره جزغاله میشه، چون اگر انتخاب نشه برای سال 2020 تمام این جرائم 17 تا بازرسی و بازجویی دنبالشه. من و شما یه نامه میاد که آقا یه جا عکست گرفتیم ماشین تون رفته، شب خوابمون از بین میره. 17 تا بازجویی اهم از فدرال و از ایالتی دنبالشن. ترامپ گفته ایران از خروج ما از سوریه خوشحال نیست. به گزارش ایسنا، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت ایران، روسیه، سوریه و دیگر کشورها از خروج آمریکا چندان خوشنود نیستند، چرا که حال باید بدون ما به جنگشان با داعش که از آن متنفر هستن ادامه بدید. حالا شما به اینایی که دنبال ترامپ هستن بگو مگر این نمیگه ما داعش رو نابود کردیم در سوریه، پس دیگه چه مزخرفی داره میگه که اونا باید داعش رو از بین ببرن؟ مگه ما نمیگه ما پیروز شدیم؟ یعنی میگن اینایی که دروغگو هستن باید آدم، میگن آدمای کم حافظه‌ای هستن، چون اگر دروغگو باشی باید پر حافظه، یعنی حافظه قوی داشته باشی تا بتونی نگهش داری. این از این name key folder ایران اعدام، بذارید من اینم نشون بدم بهتون. من نمیدونم این نوشته ایرانی که اینجا هست به نظر من میاد که اشتباه بود، شاید هم درست باشه. اینجا نوشته که در دفاع از حقوق انسانی مبارزه برای ممنوعیت اعدام، مبارزه برای ممنوعیت اعدام، یعنی ما مبارزه میکنیم که اعدام ممنوع نباشه، یا تلاش برای ممنوع، میدونید مبارزه شما باش میجنگی، تلاش برایش در جهتش کار میکنی. نمیدونم، در اصل این دوستانم وقتی تابلو مینویسن، بله، و موج سرکوب در ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی صفوف خود را متشکل تر سازیم. خب خیلی خوشحالیم که اقلا یه صف اینجا جلو، دو صف، سه صف، چهار صف، پنج صف
و امیدواریم که بتونن با برنامه. ولی دیدیم اون روز آقای بابک گفت که خیلی خوشحالم در آلمانم آمدن تجمع کردن. میگم آقا برو فیلمشو نگاه کن و این من نمیدونم شما چه خوشحالی داره. آه یه دوستی بعد از برنامه به من زنگ زد گفت آی سوربی این آقای چیز آدم بسیار خوبی هست هروی. گفتم ما هیچ جا گفتیم ایشون آدم بدی هست؟ گفت نه. گفتم خب پس شما چی داری میگی؟ گفت که نه میگم از دلخورش نکن. گفتم ببین من یه لحظه اجازه بدین اینو بردارم دوستان ببخشید چون هی میاد جلو چشم من فکر میکنم این خراب شد. اوکی. گفتم ببین ماها وقتی میتونیم آدمای خوبی باشیم و شما نگاه کنید تو زندگیتون اینجوریه، برای بچه‌تون، برای فامیل نزدیکتون، با وجودی که دلتون میسوزه ولی اون دلسوزیه باعث میشه یه کاری کنید که اون ناراحت بشه. بچه‌تون اگه یه اذیتی میکنه، حالا تنبیه بدنی که هیچ، بعضیا اشتباه میکنن تنبیه بدنی نباید بکنه، ولی تنبیهش میکنی، بهش گوش زد میکنی، از همش که بهتره ولی از همش بدتره. روز اول همچی که هوا داره سرد میشه پاییز میشه، شما بچه‌تو ور میداری میبری مدرسه، اون گریه داره میکنه، تام گریه میکنی. دو بار برای بنده اتفاق افتاد، چون دو تا بچه دارم. ولی این کار برای خودیا انجام میدی. اگه غریبه باشه که شما لافو میکشی رو سرت میگی بیاد به من چون میخوام مدرسه بریم میخوام نره. ما چون آقای بابک هروی رو یا آدم صادقی میدونیم و من از طریق همین چیزها باش آشنا شدم، تحقیقی که راجبش مثلا شاپور بختیار کرده بود، رفته بود کشیده بود چیزایی رو که ما نمیدونیم بیرون آورده بود روی میز تشریح، من اینجوری باش آشنا شدم و امروز هم از این متعجبم که آیا ترامپ اینقدر واقعا تأثیر میذاره که آدمای خوبم میرن دنبال آدمای بد به این دلیل که کسی دیگه ای نیست. آقا 80 میلیون نفر تو ایران هستن. شما فکر کردی آمریکا کلید ایران میده دست خانم مریم رجوی، میگه اول برو شوهرتو پیدا کن، شما یه خونه میخوای بخری امضای زن و مرد باید با هم باشه، کلید ایران میده دست این زنه که میگی برو؟ نه، به این سادگی نیست. خب این از این. من بیام اینجا ببینم اون پایینا چی نوشته. بله، میگه اردوغان میخواد دستش برای سرکوب کردها باز باشه. آفرین. بیچاره فخرآور غلام و نوکر ترامپ، یک عدد پرچم ایران نیست. ببینید چقدر قشنگ خانم جیلانی اینجا، نگاه کنید این عکس رو ببینید. مثلا من دقت نکردم چون من حواسم تو این نوشته بود، ولی ایشون میگه اینجا یک دونه پرچم ایران نیست. حالا این از طرف چه سازمانی بوده؟ اینجا نوشته مهر، مهر سالیداریتیش، من فکر کنم از طرف سازمان مهر بوده. حالا این مهر کی هست اینا من نمیدونم، بذارید یه بار دیگه بهتون نشون بدم که شما بعد بتونید ثابتش کنید. یه لحظه اجازه بدید اینجا بیا تو بره، بعد اینو بزرگش کنیم. اینم بله، ببینید اینجا این اولش نوشته مهر سالیداریل سالیداش، نمیدونم نمیتونم بخونم، ریزه برای من. خب این از این. خیلی ممنون خانم جیلانی که اینجوری دقت دارید و به اصطلاح توجه میکنید. اینم از این ماجرا. ماجرای پرچم، اینجا هم بعضی وقتا تظاهرات میذاشتن میگفتن هیچ کس پرچم نیاره. البته ما دیدیم بارها اینایی که میگن هیچ کس پرچم نیاره میخواستن پرچم خودشونو بیارن، که بعد دیگه همین کارهای زشتی که انجام دادن باعث شد هیچ کس پرچم که نمیاره نمیاره، خودش هم نمیاد، یعنی ول معطلی. خب ببینیم دیگه چی گذاشتیم اینجا که با هم بخونیم. آهان، یه نفر پیغام گذاشته، من به احترام اینکه ایشون تصادفاً برنامه رو دیده پیامشون رو پخش میکنم، یه لحظه اجازه بدیم فکر کنم این باشه، چون طبق معمول شماره نداره. آقای سوربی
بله، این ماجرای اتفاقی من دوست دارم شما لطف کنید زنگ بزنید به من بگید چجوری اتفاقی آدم میره برنامه ای رو میبینه. من ممکنه تو خیابون نشستم دارم میرم برای که این تاکسی میخواد منو برسونه، نگاه میکنم یه دفعه اتفاقی یه تابلوی میبینم، ولی تلویزیون یا برنامه رو چجوری میشه آدم اتفاقی ببینه؟ این شما بیا برای ما توضیح بده، دانش ما بره بیرون بره بالا، بعد من با شما صحبت میکنم. اگر کسی پیشنهاد کرده به شما که آقا این برنامه رو نگاه کن ببین این مردک دیوانه چی میگه، شما نباید به من زنگ بزنی، به اون باید زنگ بزنی. به اون زنگ بزنی بگو آقا این چی بود دادی به من، فهمم رفت بالا، شعورم رفت بالا، الان مغز من مجبور میشه فکر کنم. من دنبال اون فلسفه بودم که خوش به حال اونایی که نمیفهمن، بیچاره آن کس که گرفتار عقل شد. چرا میخوای من گرفتار عقل بشم؟ بذار خوش باشم، به دوستت زنگ بزن. و بیچاره ترسو، قرن 21 همه چیز آشکار، همه تو خیابونای تهران هم حرف خودشون رو شجاعانه میزنن. اون وقت تو یه بیچاره بدبخت که اتفاقا آمدی یه تلویزیونی دیدی که مخالف فکرت حرف میزنه، میترسی، پیامی که گذاشتی از ترس رو 15 ثانیه انقدر صدات لرزون شده که من اینجا خندم گرفتم. اگر خواستی تماس بگی. بله، میگه که سوربی منم اتفاقی 3 روز در هفته دست از کار میکشم و به برنامه شما نگاه میکنم، تماما اتفاقیه، منم اتفاقی از شما ممنونم. خیلی ممنون. این سعید میگه. حالا این گفته اتفاقی، خیلی ها میگن تصادفی، من نمیدونم اونایی که تصادفی هن. مثلا داره ماسو از آشپزخونه میاره میخواد بذار رو میز، یه دفعه میخوره زمین، سرش میخوره رو ریموت. اون موقعی که تو تلویزیون های جی ال ویز و خیلی انقدر پخش شده بودیم توی تلویزیون های چیز، گفتم بابا ولم کن، کار کردن خر خوردن یابو، ما کار کنیم آقای عطاالله ماینی اون بخوره. در اصل اینا تصادفا سرشون میرفته روی ریموت، کانال عوض میشده، بعدم حالا دیگه چون با سر خوردن زمین دیگه نمیتونستن عوضش کنن، مجبور میشدن 2 ساعت 1 ساعت بشینن تحمل زجر رو بدبختی و تماشا کنن. ولی با همه اینها من یه نصیحت به این بیننده میکنم، شما نباید روز اول با ویدیوی اول زنگ بزنی. برو تو قسمت ویدیوهای ما، 10 تا برنامه مال 10 سال پیش، 5 سال پیش، 2 سال پیش، 1 سال پیشو ببین. اون موقعی که همه میگفتن اینجوری میشه، سوربی میگفت که اونجوری میشه، ببین کدومشون درست گفتن. اون وقت برو دنبال اونی که درست گفته. من نه ادعا میکنم فالگیرم، نه ادعا میکنم پیشگوام، نه مثل آقای مانیک خدابخشیان هر وقت میام هی میگم من در کتاب فلسفه فلان این را خواندم. من احتیاج ندارم به کسی پوز بدم چه کتابی رو خوندم، و با افتخار به همه میگم من ویدیو نگاه میکنم، عاشق ویدیو تماشا کردن هستم. ولی حرفام اینجاست، حرفامو هر 3 ماهی نمیرم از یوتیوب وردارم بعدم هی بگم این آخوندا به ما حمله کردن. هیچ کس به شما حمله نکرد. خودتون 2 ماه پیش یه چیزی گفتین، امروز میفهمید که چقدر دروغ گفتید، چقدر احمق بودید. از خودتون، از گفته خودتون خجالت میکشید، ولی انقدر شامت ندارید بیان به بیننده، به سعیدی که هم شهریت آقای مانیک خدابخشیان نشسته شما رو نگاه کرده، بیای تو دوربین نگاه کنی و بگی آقا سعید من اشتباه کردم اون روزی که چنین گفتم، من اشتباه کردم اون روزی که چنان گفتم. این شهامت میخواد که شماها نداری. بابک جان، مناش امیر و مانیک خدابخشیان و اینا که خوبن، ما اونایی رو هم که دوست داریم مثل بابک هروی میذاریم رو میز تشریح، میذاریم زیر ذره بین. اگر بدنشون سالم باشه میگیم به به ماشاءالله 80 سالشه، نه بابک ها، ولی ببینید چه قلبی داره، ببینید چه ریه‌ای داره. اگرم مریض باشه بهش میگیم آقا این مریضه، بهتر نیست که بدون مریضه برن دنبال دوا و درمان. بله، میگه فهمت بره بالا اکیه بنایی. اینم آقای فرخ گای وقتی مزه میپرونه، بد نیست.
مراسم خاک بر سر کردن داماد در جشن عروسی. میگه که اینجا بعد از عروسی این کار را میکنیم. حالا کجا؟ در موزمبیک. به این با هم نگاه کنیم ببینیم که داماد شب عروسی چه کار میکنه. فکر بد نکنید، به اون جاهای حساسش نمیگم، در مراسم عروسی چه کار میکنه. اجازه بدید. خب دیدید که توی عروسی های ایران چوب ور میداشتن، با هم چوب بازی میکردن، یه جای دیگه مراسم دیگه هست فلان. حالا ببینیم در موزامبیک این دوست ما این ویدیو رو فرستاده، اینها چه میکنند و چرا این کار رو انجام میدن. بریم با هم موزامبیک. من وقتی این فیلم رو نگاه کردم یاد فیل افتادم. فیلا میدونی که میرن توی یه جایی که گل هست و اینا، مثل همین دوستانی که روز عاشورا میرن خودشونو تو گل میمالن و اینها، میرن اونجا و حالا اون گل رو به بدن خودشون میریزن و میپاشن و اینها. من یه بار راجبش خوندم، گفتن به این وسیله حشرات دیگر رو از بدنشون دور میکنن و این یه نوع مثل ما که میریم حمام تمیز میشیم، اونا به این وسیله خودشونو از شر حشرات موذی چیز میکنه. بله، میگه که آقای خوشنودی، فخرآور گفت دایی رضا شاه، دایی فراخ گفت دایی رضا شاه من جمهوری میخواست، آخوندها نذاشتن و امروز هم اگر شازده بخواد رئیس جمهور بشه من بهش رأی میدم. کت شلوار کراواتت بگو چیه، خاک بر سر کردنت چیه. میگه این داماد موزامبیک بگو اون کت شلوارت چیه و این خاک بر سر کردنت چیه. در صورت این مراسمایی هست که همه جای دنیا به یه نوعی هست و اینها، و هر کدومشون هم اونا فکر میکنن اونا درستن دیگران غلط. این هم از این. یه شعری بود به نام زمستان، آقای چیز کی بود، مهدی اخوان، میم امید سالس بود، یه همچیزی اون خونده بود، اجرای خودشم بود و این شعر یه مدت خیلی گل کرده بود به حدی که آقای شجریان هم خوند. و ما اینجا یه دوستی داریم به نام آقای کوروش سلیمانی. اجازه بدین، اتفاقا چند تا برنامه در این تلویزیون داشتن و هم ذوق هم هنرمندن، کاریکاتوریست هستن و اینجا میگن کاریکاتور، کاریکاتوریست هستن و خیلی هم تنازن، طنز میگن اینها. امروز این شعر رو فرستادن که عکس مهدی اخوان سالس رو هم اینجوری خودشون نقاشی کردن سال 1989. جالبه که این آقای کوروش سلیمانی با آقای چیز هم با آقای دکتر سلامی اینها هم کلاس بودن در واشنگتن و در ویرجینیا و اینها. خب بذارید من اینو ببینم. حالا این شعر رو ایشون به ذوق خودش عوض کرده و بر وزن اون شعر این رو سراویده یا سراویده یا گفته یا نوشته. سلامت را نمیخواهم، پاسخ گفت، طرف از دیدن ریختت پشیمان است، کسی دیگر نمیبیند
سلام و مهر یاران را. تکبر بس فراوان است، کسی از خود نمی پرسد که این یاران پرفخر و غرور و کبر ز خرطوم یا که ما تحت کدامین فیل بر روی زمین افتادند روزی. کسی هرگز نمی داند که این بادی که در قبقب دمند اینان همان باد شکم باشد که در یک پیچش ناجور و ناقافل جهت گم کرده و پیچیده در حلقوم ایشان است. یعنی به جایی که بر پایین آمده بالا، مثل همون دکتر یوسفی که اون روز براتون مثال زدم. طرف اسمش رو نمی نویسه ولی دی رو می نویسه که همه بفهمن این دکتره. این ماد فاجعه است. یعنی چجوری ما باید این دکتر زدائی کنیم؟ این دیگه الان بمونه برای کسای دیگه. خدایا بارلاها خالق هستی، خدایا خالق مردان خنگ و پخمه و مخمور و ایزن حوریان سبزه و سیمینبر و موبور و فرزندان تخس و ناکس و بیبوته و ناجور، بفرما این همه فیس و افاده ناگهان سر از کجا آورده بیرون؟ چرا نازک نماید پشت چشمانش به محض دیدن خیشان؟ چرا از دیدن یاران گریزان است؟ چرا سر در گریبان می کند از دیدن انسان؟ که گویی گردنش در توی تنبان است. چنان جستی به خود می گیرد آن انچوچک والا که پنداری طرف علامه دهر است و هر فردی به جز ایشان نفهم و خنگ و نادان است. سزایش بند و زندان است، بنا از پایه ویران است. نفرمایید پاییز است یا فصل بهاران است که تابستان گرم یا سوز و سرمای زمستان است. مپندارید او بیگانه گمگشته در ملک غریبان است و یا از کهکشان دیگری که از دیده پنهان است. خداوندا بگو این راز خلقت را، چرا هممیهنان از هم گریزانند؟ چرا از خلق و خوی یکدیگر نالان و گریانند؟ تو پنداری خدای عاقل و دانا که اینان تحفه دردانه ای هستند، زقاق که کشور بیگانه ای هستند. خداوندا به جد مادرم سوگند که 100% همه ایرانی نابند و از آن خاک و همان آبند. کوروش سلیمانی. امیدوارم به زودی برنامه های ایشون رو ما بتونیم اینجا داشته باشیم. چند مدت پیش با هم تماس گرفت، گفت دارم سیستم اینجا رو عوض میکنم که از لحاظ کامپیوتر اینها ردیف باشه و بتونم. گفتم آقا شما تا سیستمت عوض کنی و تصمیم بگیری یه سیستم جدیدتر آمده. من پیشنهادی که به همه دوستان میکنم اینه که کار رو شروع کنید، بعد در حینی که کار رو انجام میدید قدم به قدم پیش برید. مثل آدم های فقیری که وای نمیسن همه خونهشون ساخته بشه بعدن برن داخلش، همچنین که همون خونه یه دری داره یه سقفی داره، زن و بچه رو میبرن اونجا، تازه خودشون هم شروع میکنن به کار کردن. در صورت این شعر کوروش سلیمانی بود و ممنونم از ایشون. اگرم خواستید بگید من براتون بفرستم، ولی روی فیسبوک براتون گذاشتم. این شعر بر اساس شعر زمستان است، سرها در گریبان است، جوابت را نخواهند پاسخ داد و اینها. اون هست که خیلی قشنگه که بعد میگه که این آمدم نمیدونم سرد بیرون آمدم حسابم را، از این ماجراها خیلی قشنگه. دوستان و هموطنان گرامی، اینو آقای تیمسار آریانپور میگه. آیا بهتر نیست به جای ذکر مصیبت و ارسال فحش و لعنت به مسئولان جمهوری اسلامی، با روشن کردن چراغی مسیر راه آزادی، عدالت اسلامی، عدالت اسلامی ببخشید، عدالت اجتماعی و جمهوری مردمی ایران را کمی روشن‌تر سازیم؟ آقای کوروش زعیم لطف کرده بود برای من یک ویدیو و یک آدیو فرستاده بود، نوشته ای که ایشون در یک کنفرانس شرکت کرده، خیلی قشنگ انگلیسی هم صحبت کرده و اینها. من گفتم که خب همه این چیزایی که شما میگید قشنگ، همه این چیزایی که میگید درست، ولی اون آخرش چه باید کرد رو من نمیدونم. کسی جوابی داره برای چه باید کرد؟ و اما میگه
چهار جوان جزیره قشم ازدواج کردند، مانور دریایی در اونجا برپا بود و سر و صدا داشت. فرمانده نیروی دریایی برای تبریک و عذرخواهی رفت در این جشن ازدواج. این ویدیو رو با هم ببینیم. من جزیره قشم رو در زمان شاه نه بعد از انقلاب رفتم اونجا، بعد از انقلاب رفتم و خیلی جالب بود. من نرفته بودم اونجا، با همسرم و با عمم رفتم. از بندرعباس سوار لنج میشی و میری به طرف قشم. وقتی که میری اونجا یه 40 دقیقه مثل که توی دریا با این قایقی که هر لحظه دعا میکنی که نره پایین، رسیدیم اونور. بعد یه شهر کوچولویی بود ولی خیلی جالبه. وقتی یه مش چی خریدیم، چون بعد انقلاب هم بود، چی کم بود و اینا، اونجا جزیره آزاده، این چیزایی که خریده بودیم دیدیم موقع نهار شد و همه مغازه ها بستن. گفتیم ما اومدیم اینجا خرید، اینا نبستن، هیچ که نیست توش. بعد گفتیم چیکار کنیم. عمه من به من گفت که شما این وسایل رو همینجوری میذاری کنار خیابون، میریم یه جایی نهار میخوریم، برمیگردیم میان. تا اون موقع هم اینا از نهار و نماز اومدن و دوباره خرید میکنیم. گفتم اینا رو بذاریم اینجا میبرن. گفت اینجا هیچ کس هیچ چیزی رو نمیدزده. دوستان این بعد از انقلاب بود، اینا آدم های خوبی نبودن. یه دفعه شب انقلاب همه بد بشن، چون این دوستان شاه اللهی به ما میخوان به زور بچپونن، غالب کنن که ما ایرانیا همه خوب بودیم تا شب 21 بهمن. 22 بهمن که انجام شد، یه دفعه همه شدیم پدر سوخته و مادر قهوه. آقا خانم اینجوری نیست، اینجوری نیست، اینجوری نبوده. اونی که خوب بوده بعد از انقلابم خوب مونده. جزیره قشم گفت چیزاتو بذار اینجا، گذاشتیم رفتیم نهار خوردیم اومدیم. حقیقتش من فکر کردم وقتی برگردیم چیزی نیست اونجا، و اونجا بود. حالا شما اینو داشته باشی. شیراز چون خیلی لشکر فرستاده بود به ظفار یا زفار و اینها، خیلی ها وقتی از اونجا میمدن تعریف هایی میگردن که چنین است و چنان است و اینها. و خب ما هم شنیده بودیم که مثلا اینا میرن اونجا سیگار وینستون میخرن، چی میخرن، وسایل میخرن، ارتشی هستن، ولی همه رو میذارن کنار خیابون و هیچ کس دست نمیزنه. حتی میگه ما این هفته یادمون رفته، پریدیم سوار ماشین شدیم آمدیم، برمیگردیم میبینیم همونجاست، یا مثلا برای که بارون چیز خراب نکنه مغازه بغلی گذاشتتش اونجا که صاحبش پیدا بشه. میگه تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. همه این فیس و افاده از خالی بودن به عمل آمده. کاملا درست میگی. اونو خانم جیلانی میگه، میگه همه این فیس و افاده های ما از خالی بودن، کم داشتن عمل. و آقای خوشنودی هم میگه فخرآور به رضا شاه میگه دایی. ایشون باید یه کمی جلوتر بره. اینایی بود که مادرشون دوست داشتن به طرف میگه این داییته. فکر کنم مادر اینم به این گفته این داییته، به همین خاطر فخرآور میگه شکل رضا شاه هست. خب بریم سراغ این ویدیو و ببینیم که چی شده. 4 نفر ازدواج داشتن، اونجا نیروی دریایی سر و صدا بوده، بعد آمدن و ببینیم. خب به نظر میاد که این از قبل اینا دعوت شدن و الا کسی که داره مانور انجام میده حالا میاد میخواد عذرخواهی کنه، همون موقع نمیدونم قرآن مجید و
کادو و اینها نه. البته خب خیلی ها دیدیم، من خودم مثلا وقتی میرم یه جایی از فرودگاه دارم میرم خونه یه نفر، خب میرم یه فروشگاه یه چیزی میخرم یا میرم یه جایی گلی میخرم، شاید اینا این کار انجام بده. در هر صورت مهم اینا نیست، مهم اینه که من به این دوستم گفتم که ببین اینا چجوری میتونن با مردم ارتباط برقرار کنن و مردم رو نگه دارن. حالا اونایی که میشنن میگن این عرب ها آمدن دوباره 40 سال پیش به ما حمله کردن، این نمیخواد قبول کنه که آقا همون جوری که کوروش سلیمانی گفت اینها از ایرانی هم ایرانی ترن، بیا دردتو اینجا پیدا کن. مثل این که شما سرطان داشته باشی بگی این سرطان مال من نیست، این سربی با برنامهش انداخت تو جون من. نه، سرطان تو وجود همه هست، وقتی فرصت دستش میاد بزرگ میشه، باید به موقع بری دکتر، باید به موقع جراحی کنی، به موقع سرطان رو. این خانم 85 سالش ماشاءالله، یکی از همین جاستیس های مال دادگاه عالی اینجا، 3 بار تا حالا هر 10 سالی یه جای سرطان داشته، ولی چون به موقع رفته سرطان رو گرفتن و انداختن بیرون، و ورزشکار هم هست، ورزش هم میکنه. در هر صورت این فیلمو ممنونم که این دوستمون فرستاد. و این خانم جیلانی میگه مادر قهبر خوب آمدی. خانم جیلانی باید شما یه برنامه بذاری به صورت هفتگی به دوستان ایرانی، یک کمی این اشکالات اجتماعی ما رو چیز کنی. به نظر من لازم نیست همه ماها دوربر سیاست باشیم، باید ما مشکلات اجتماعی رو برطرف کنیم تا یه اجتماع خوب داشته باشیم. اگه یه اجتماع خوب داشته باشیم، سیاستمون هم خوب میشه، رفتارمون هم خوب میشه، دیانتمون هم خوب میشه. دستم ممنون و متشکرم. خب میخواین باز نگاه کنین آقای ژنرال نیروی دریایی که رفته با این پسر، اول من این پسر رو دیدم عینک زده، فکر کردم نابیناست یا روشندله، ولی به نظر میاد که اونجا مده. جالب اینه که ایشون خب چون حالا شب عروسیش هست کراوات زده، کت و شلوار و جلیقه و کراوات، کراواتش روی جلیقه هست، خب عیب نداره. همش قرار نیست هنرپیشه ها این کارا رو انجام بدن و نوآوری کنن یا سنت شکنی کنن، آدم های معمولی هم میتونن انجام بدن. بفرمایید ببینید. فکر میکردیم که چطور بیاییم و خودمون رو در واقع در این شادی شما شریک بکنیم. به نظر ما رسید که از طرف فرمانده نیروی زمینی خدمت برسید، هم عذرخواهی بکنیم از بابت اینکه چند روزی به هر حال مشکلاتی رو برای شما فراهم کردیم، از یک رزمایش بزرگ در اینجا برگزار میشه، هم بیاییم تبریک بگیم به این جوانای خوب. انشاءالله که ما هر موقع اومدیم اینجا مراسم شادی باشه، جوانا اینجا و این کار مراسم. خب بس، بریم کجا؟ بریم سراغ اون برنامه شماره 82 گفتار عقل بشر. ایشون لطف کرده چندین عکس رو هم فرستادن که من این عکس ها رو به شما نشون میدم موقعی که ایشون بگه. بارها بهتون گفتم این برنامه ها رو من هم گوش نمی کنم تا برسه به اینجا، با شما همزمانم. البته وقتی عکس هست ترجیح میدم قبلا گوش داده باشم که عکس ها رو با اینا ردیف کنم، به صورت ویدیو در بیارم، صدایی بر تصویری بر نباشه، ولی بعضی وقتا نمیرسم و امروز که از اون روزایی بوده که نرسیدم، با وجود که این دوستمون اینها را از قبل لطف کرده بود و فرستاده بود. ممنونم از زحمات ایشون. بریم سراغ این عکس ها و بریم سراغ این چی؟ پیام آدیو یا صدای این برنامه. با سلام به همه شما که با این همه مشغولی های آخر سال و استقبال از سال نو با ما هستید،
آرزومندم همه ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها و روز و شب شما ماه و سالتان برایتان آسودگی خاطر همراه داشته باشد. با تجربه زندگی آسودگی خاطر را بهترین نیایش می دانم. آسودگی خاطر همه خوبی ها را در یک جا در اختیارتان می گذارد. امیدوارم بیشتر دانستن از اوضاع باتلاق ها و مردمان شما را مشتاقیده تا با ما بوده و باز بشنوید. پس از دانستن بسیار از امور عمومی و اوضاع و احوال مردم باتلاق ها در این گفتار با نمایش عکس های بسیار که خواهش می کنم آقای سربی به نمایشند، خانه و خانه سازی باتلاق ها را می شرح. در نخستین عکس شما یک خانه نمونه و کامل باتلاقی را می بینید. این یک فضا با سرپوش یا سایبان است که یک خانه باتلاقی را تشکیل می دهد. تنها مصالح استفاده شده برای ساختنش همین نی می باشد که تنها محصول باتلاق هاست. در اولین مرحله تعداد بسیاری از نی بدون برگ را کنار هم گذاشته و آن را به شکل استوانه در می آورند. در گذشته از برگ نی برای پیچیدن نی ها استفاده می کردند. در دنیای نو با دستیابی به تناب پنبه‌ای نی را با تناب پیچیدن به شکل استوانه جمع کرده که ستون می شه. زمین را گود و این ستونها را در دو ردیف روبروی هم در زمین می کارند و یا می نسبند. بخش پایین ستونی نی که در گودی زیر خاک می رود با آسفالتی که از چاه‌های نفت به دست می آورند عایق می شوند. پس از نسبیدن ستونها سر دو ستون روبرو را به هم وصل و از آن یک تاق و یا قوس می سازند. بدون صورت هیکل خانه تهیه می شود. هرچه ستون نی تنومند و زخیم تر باشد تاق پهن‌تر و با تحمل بیشتر بنا می شود. افزایش نیهای در ستون تحملش را می افزاید و می توان فضای پهن‌تری را سخت نهاد. این را در ساخت میهمانسراها که در پی می آید خواهید دید. پس از ساختن هیکل خانه با سوار کردن تیرهای ساخته شده از نی آنها را وصل و به هم جمع می کنند. این تیرها باریکتر از ستونهاست و مسافت بین آنها کمتر است. پس از بستن همه تیرهای سخت حصیر ساخته شده از همین نی را بران پهن می کنند. بنابر توان مادی صاحب خانه این حصیر ممکن است دولا باشد. در دو طرف هیکل و یا ستونها که باید دیوار ساخته شود بنابر توان صاحب خانه حصیر و یا باز تیر می کشند و آن را تزیین می کنند. در نقشه‌ای که در میان و یا بین این عکس ها نشان داده می شود شرح ساخت این خانه با نقشه هندسی نشان داده شده. در صورتی که صاحب خانه امکان داشته باشد بخش بالا و یا بام خانه را با گل می پوشاند. این گل مانند کاه در کاه گل با برگ خشک نی تقویت شده و سقف خانه را عایق می کند. این سقف سازی و عایق نمودن هرچند که ساده است و مصالحش در کنار کلبه یافت می شود با این فراوردی مصالح اغلب مردم باتلاق ها توان تحمل مخارجش را ندارد. وقتی باران می بارد اغلبشان از چکیدن آب به داخل خانهشان در امان نیستند. به علت تنگ دستی در فصل باران خیس شدن را تحمل می کنند. هر پارچه و یا ماده ای را یافتند برای عایق نمودن حتی بخش از سقف تاق در زمستان آن را بر بام خانه پهن می کنند. در دو طرف تاقهای خانه چهار ستون سوار می کنند که دو ستون وسط ضخیم‌تر می هستند. این ستونها به خانه قدرت مقاومت در برابر باد و طوفان می دهد. با این سادگی ساخت خانه در باتلاقها مردم بضاعتی هستند که توان داشتن این خانه را ندارند. آنها با استفاده از نی خالی و بدون ساختن ستون برای خود یک سرپوش می سازند. شکل خانه و سرپوش و مقدار نی استفاده شده در ساختنش توان مالی هر خانواده ای را نشان می دهد. برخی به داشتن خانه ساده قناعت کرده و با گذشت زمان و به بهتر شدن اوضاع مالیشان
در کنار کلبه حصیری برای خود خانه ستونی می سازند. خانه های شیخ ها و افراد خانوادشان بزرگ و عایق است. خانه هایشان دور از باتلاق و در نزدیکی خشکی ساخته می شود تا از وسایل آسایش شهر و تمدن امروزی برخوردار باشند و در ضمن به طویله خیش نزدیک و تا به این بره را بچرانند. شیخ در کنار کوخ که خانه اش است کلبه های کوچکتر و محبت هایی در اطرافش می سازد که برای آشپزی و مستراح از آن استفاده می شود. در کنار این خانه ها شیخ های قبیله برای نشان دادن قدرت و توان مادی و معنوی خود و استقبال از میهمانان بنایی بزرگتر می سازند. در آن از میهمانان خارج از باتلاق ها و رعیت خود استقبال می کنند. این ساخت را مضیف می نامند که معنیش میهمان سراست. این میهمان سراها با گلیم و یا قالی زمینش فرش می شود. با رسیدن وسایل مدرن به چراغ برق و باد بزن برقی نیز مجهز شده. همانطور که می‌بینید این کلبه ساخته شده از نی که آن را کوخ می‌نامند از نظر مردم باتلاق‌ها خانه است. درش از نی ساخته شده، پنجره ندارد. همه کارهای روزانه در زیر سقف این کلبه انجام می‌گیرد. برای فقرا اتاق مهمانی و خواب و آشپزخانه زمستانی است. شیخ ها و اعیان باتلاق ها همانطور که در عکس دیدید در کنار کوخ خود بخش های دیگری دارند. اغلبشان میهمان سرا دارند که با استفاده از نی آن را تزیین و یا دیکور می کنند. میهمان سرا را مضیف می نامند. برخی از ثروتمندان شهرها با پرداخت مخارج بسیار و جهت خودنمایی این میهمان سرا را در باغچه خانه های مدرن و مجلل خود می سازند که تنوعی به خانهشان بدهد. از شکل خارجی این کوخهای باتلاقی میتوان به سطح زندگی هر خانواده ای پی برد. به اضافه در آن اجتماع نخستین و بدون تغییر از هزاران سال پیش پژوهنده با این مسئله برخورد میکند که گویی فقر و نداری و ناتوانی بخشی ناگزیر از ساخت و ستون اجتماع انسان است تا تداوم یابد. یعنی اگر فقر نباشد، ثروتمند نخواهد بود، دنیا خراب می شود و یا به آخر می رسد. باید در کنار زحمتکشان تهیدست کسانی یافت شوند که بیشتر از دیگران محصول اجتماع را با هر وسیله‌ای به دست آورده و این تفاوت طبقاتی را ایجاد و سپس آن را چون یک وضع طبیعی به خور مردم بدهند. در برابر چنین جریانی، اغلب مردم باید به آن چه به دست آورده راضی و قانع باشند. بنابر اصول دینها و ارزشمندیهای اجتماع قناعت صفتی است و نشانی از عاقل بودن و بسیار عقیده‌مندی که خداوند به بندهش عطا کرده، قانع و راضی به تهی‌دستی. این را خداوند در دنیا آسایش و در آخرت یعنی در بهشت جاویدانی می‌دهد. با تکرار این وعظ‌ها تفاوت طبقاتی بر اساس مقدار درآمد و یا بی‌انصافی در تقسیمش انسان را قانع کرده تا به وضع خودش راضی باشد. همه سیستم‌های اجتماعی شکایت مردم از وضع خود را یک صفت بد و زشت و ناشکری در مغزها جا دادند. انسان خوب و با ایمان اجتماع بشری باید به آنچه خدا داده قناعت کند. و وقتی سؤال می شود آن افرادی که زحمت نمی کشند مانند کت خدا و شیخ و شازده و شاه چرا کمبود ندارند، جوابش آماده است. خدا خواسته همه اصول زورگویی منتشر و شایع شده کار مبلغین اجتماع است که مفتخور، چاپلوس و لیزن حکمران هستند. فروشندگان دین اکثریت آنها را تشکیل می دهند. آنان با داشتن تماس مستقیم به هر ثانیه‌ای با خدا به خواسته هایش مطلعند. خواسته های خدایشان را با صداقت و درستکاری بر مردم بیچاره می بارانند. اگر کسی اعتراض کرد و یا پیجوی علل و تفاوت ثروتشان بود، فوراً به کافر و زندیق بودن متهم و بنابر دستور خدای دادگستر به هدف پاکسازی اجتماع خون ریختنش ضروری و حلال می گردد. بشر نمی داند اندیشیدنش دست خودش نیست و بنابر اصول به ارث برده به شکلی معین می اندیشد و تصمیم های مغزش خارج از توانش می باشد.
در اثر تکرار بر عقل بشر مساوی بودن مردم یا در یک سطح زیستن خارج از تصور عقل پذیرش اجتماع است. با قبول این ارث فرهنگی انسان ترجیح می‌دهد هنگام معاشرت با همسطح خود بآمیزد و برای پوز دادن در درگاه ثروتمندان و متنفذین در یوزگی و چاکری و جنسواری کند. سپس کمشعنی خود در محیط طبقه بالا را چون افتخار به رخ همردیفان بکشد، بدون اینکه بر این به این ضد تضاد مغزی و پس نمودن و خار ساختن خیش پی ببرد. علتش انتشار معیارهای اجتماعی ضد و نقیض و ذلیل ساز است که به ارث برده ایم. همه اینها انباشته های تزریق شده مغز انسان هستند که طی هزاران سال بدون تغییر در همه اجتماعها به شکل‌های گوناگون در بیشعوری مردم جا گرفته و اگر کسی برخلافش سخن گفت از سوی همردیفان بیچارگان اجتماع مجازات می شود. مگر افراد پلیس که به خیابان‌ها ریخته و متظاهری را سرکوب می کنند از همین طبقه تهیدست نمی باشند؟ با نهندیشیدن یا ندانستن کسانی را سرکوب می کنند که می خواهند سطح زندگی خودشان را هم بالا ببرند. با این وضع ناهنجار و بیداد کسانی پیدا می شوند که خود را روشن فکر معرفی و سوسیالیستی اسلامی را تبلیغ می کنند. گروهی ساده لوح و بی تجربه را با سخنان دلنشین فریب می دهند، پشت خود می کشند و با سوء استفادگری از گله پیروان برای خود شخصیتی می سازند که در تصورها بالاتر می نماید. نمونهش اغلب آخوندهایی هستند که وقتی قدرت به دست گرفتند فوراً کاخ نشین شدند. همه گفتار ریاکاری پیشین در ساده‌منشی و تبعیت از امامان دست کشیده از دنیا را با ادعای تقیه کردن قبل از به سر کار آمدن در بیشعوری خیش آرام می کنند. با خانه یا کلبه باطلاقی آشنا شدید، آن را کوخ می نامند. آیا بیاد دارید در روزهای نخست بازگشت آقای خمینی در سخنرانی هایی از مردم کوخنشین و کمک به آنها سخن گفتن؟ از کاخ نشینان انتقاد نمودند و ادعاهای سرخرمن ایشان و دیگر سیاستمداران در طول تاریخ و در همه جای دنیا در چه زمان و مکانی عملی شده؟ در اوضاع کوخنشینان هور هویزه چه تغییری داده شده؟ دستگزاران بر کاخها و ساکنین کنونش از چه صنفی هستند؟ چه کاره اند؟ مقامشان کدام است؟ نمونه دیگرش رهبران مجاهدین هستند. فقط به دفتر کار خانم مریم رجوی در فرانسه نگاه کنید. آنچه از شهبانو فرق کم دارد تغییر روسری است به کلاه‌های رنگی و یا تاج. این چه سوسیالیستی است که از اصول اسلام برداشت کرده اند و می‌خواهند به بیچارگان خوشباور بخورانند. وعده‌هایشان برای عموم حرف پوچ و برای خودشان وسیله درآمد و فسح فروشی است. اینها اگر نباشند دیگرانی مانندشان پیدا خواهند شد. قبول طبقاتی بودن اجتماع، کاخ نشینی مفتخوران و ذلیل کردن زحمتکشان و دیگر صفتها و رفتارهای اجتماعی همه در بیشعوری انسان پایه‌هایی است که هر ستمگری از آن بهره برداری می کند. در همه آیه ها و عبارت های کتاب های مقدس خدا تقسیم کننده رزق است. خدا به هر کس خواست می دهد، هر کس را که خواست محروم می کند. با این تفرق اندازی و بذل و بخشش بدون حساب و کتاب و قانون خدا عادل است. بنده نباید به عدالت و یا آنچه خدایش خواسته و اجرا کرده معترض باشد. باید با اظهار رضایت بی عدالتی خدا را بهترین عدالت بداند. سپس دعا کند تا دل خدایش رام شده، تصمیمش را تغییر داده و بر رزقش بیفزاید. وقتی کارمندی حقوقش تا آخر ماه مخارجش را نمی کشد، هرچه دعا کند افزایش رزق که تنها درآمدش و حقوقش است بر او نازل نمی شود. تنها و ساده ترین حلش رشوه گرفتن می باشد. وقتی به این روش سو آورد و عادتش گشت، در روان خود و برای آرامش عذاب وجدان آن را رزق خداوندی می داند. بیشتر شکرگزار و مؤمن و نیایشگر می شود و با توکل بر خدا در انتشار فساد بیشتر تقلا می کند. سیستمی که این انسان بر روی این کره تأسیس کرده نتیجه ای جز این بار نمی آورد. ده ها آیه در قرآن هست که رزق یعنی پخش مادیات بنا به خواست خدا ثبت شده.
این آیه ها انعکاس خاص و ایده های زورگویان و نه آفریدگار را عادل است که همه مردم را به یک شکل به دنیا آورده و می آورد. با ثبت این اصول در آیه های قرآن و دیگر کتاب های دینی همه مبلغین و وعاظ مردم فقیر را به دعا دعوت می کنند. طی سالیان دراز اینقدر این وعظها را تکرار کردند که عقل بشر همه اش را باور کرده یا به علت ناچارگی چاره ای جز باور کردنش چون تنها امید وسیله دیگری در اختیار ندارد. عجب این که دروازه‌بانان رزق خدا همیشه ثروتمندان و متنفسین می باشند که خود چپاولگر و سبب تهیدستی و فقر و بیچارگی عموم هستند. خدای دانا و توانای دین ها برای افزایش نعمت آفریدگان جانورانی بهتر از دزدان و ربایندگان نیافته تا رزق و روزیش را در میان بندگان نیایشگر پخش و تقسیم کند. دزدی کردن، چاپیدن مردم و ربودن حق دیگران در اجتماع انسان زرنگی و حق طبیعی مقام و یا زاده شدن از یک چپاولگر پیشین شمرده می شود. اینقدر معمولی گشته که برایش معیارها و مثلها و آیه ها و حدیث و روایت ها و در دنیای مدرن قانون ساختند. هر گونه اعتراض به این وضع موجب بدبختی معترض کننده می شود، زیرا خدایشان عصبانی می گردد. غضب خدا هر گونه بلایی نازل می کند. همین خدایی که از همه چیز خبر دارد و سرنوشتاز است، با این حال نمی داند که یکی از آفریده هایش از وضع رزقش ناراضی است، درد کشیده و رنج می برد. خدای آگاه از همه چیز و گذشته و آینده ناگهان توانهایش تغییر می جوید. ناآگاه می شود. از آینده مطلع نبوده و نیست. مانند حکمرانان منتظر می باشد تا بنده زجر دیدش اعتراض کند تا او بداند و سپس در وقت مناسب به شکلی که مشخص نیست و فقط خودش می داند بندهش را مجازات و سزای ناشکریش برساند. درست مانند روش حکمرانان که دستگاه های امنیتشان مراقب مردم هستند و در برابر هر شکایت و انتقاد و اظهار نارضایتی جز زندان و شکنجه کردن راه دیگری به عقلشان نمی رسد. خدای تصور شده مغز پادشاه دارد، بندگانش را ذلیل می خواهد. چنان حساس است که با شنیدن یک کلمه انتقاد و یا فعل زشت از سوی بندگان فوراً انتقام گرفته و تا ریختن خون مخالف یا انتقاد کننده احساس ریاست و خدایی نمی کند. انتقام و از بین بردن انسان، سوزاندنش همه عمر در دوزخ تنها وسیله آرامش و آسایشش می باشد. تنها با چوپانی بر گله های بشری و شنیدن بعبع و تأیید مدامشان چون صحیح است قربان، چاکر و جان نثاری، احساس بزرگی و بالاتری می کند. سخن درباره این طبقه بندی اجتماعی و بدبختی انسان به علت انتشار و فعالیت این اصول در این گفتار به این جهت مطرح شد که دانستی در یک اجتماع باستانی چون باطلاق‌ها و دور از اختلاط با دیگر تمدن‌ها و از مانند دیگر اجتماع‌های بشری بوده و هست. مردم به علت کارشان طبقه بندی شده اند. زنان به علت ماده بودن و عدم داشتن زور بازو مورد سوء استفاده قرار گرفتند. آنچه را ما قبول کرده می کنیم و اصل اصول و قانون اجتماعی و اقتصادی می دانیم ارث برده ایم و بر ما تحمیل شده بدون اینکه در قبول و یا ردش نقشی داشته باشیم. کنجکاوی سؤالی پیش می آورد که چرا؟ آیا نمی شد اوضاع انسان بر این کره شکل دیگری باشد؟ پاسخها چون پرت و پلاهایی در مغز گوینده گفتار عقل بشر می جوشد که برخی از آن را در این گفتار شنیدید. بیشتر دانستن هدف کنجکاوی است. هدف روشن نگری می باشد و نه بر بار پیروی. صحیح دانستن یک نظر و یا رد آن با استناد به بیشعوری ها پژوهشگری و بهتر شدن به دنبال نخواهد داشت. آیا با تکرار گفتار عقل بشر بهتر شدن دستگیرمان می شود؟ بیندیشید. امیدوارم با بودن ما شاید بیشتر بدانید و به عقل بشر آشنا شوید، به امید اینکه با یک دیگر دنیای بهتری بسازیم. سالیانتان خرم و همیشه تندرستید همراهتان باد. بسیار ممنون از این دوستمون و عکسای جالبی بود. دوستان اگر باز دیدید که عکسا بزرگ و
کوچیک هستن، دلیلش اینه که این دوست ما این عکس ها را از جای مختلف با زحمت گیر میاره و عکس ها مثل عکس های آلبوم خودتون، یه زمانی با این دوربینا گرفتن از این وریه، یه زمانی با تلفن گرفتن از این وریه، یه زمانی اون دوربینای چی بود پولاروید که همون موقع عکس رو بهت میداد، بعد یه مدت هم رنگش میرفت و اینها. خلاصه این عکس ها از جاهای مختلف گرفته شده با اندازه و سایز های مختلف. خب من امروز بالاخره یاد گرفتم کوخ یعنی چی. همیشه فکر کردم این کاخ میگیم در مقابلش کاخ کوخ، کوخ چیه که این دوستمون توضیح داد و خیلی ممنونم. آقای فرخ میگه you did a perfect job. سعی خودم رو کردم، دیدید متوجه شدید من هی با ماوس مجبورم اینا رو ریسایز کنم، بزرگ کنم، کوچیک کنم تا تو این فریم جا بگیره. و من همیشه فکر میکردم این کلمه تقیه هست. دوستمون نه این بار، توی برنامه قبلی هم گفتن تقیه یا همون چیزی که من شما یاد گرفتیم به عنوان تقیه و میگن در اسلام حلال است. اون موقعی که دیدیم هر وقت این آخوندها دروغ میگن، میگن ما تقیه کردیم. مثلا خمینی چیزایی رو که گفته بود بعد که بهش گفته بودن اینها، یه لبخندی هم زده بود، گفته بود که من تقیه کردم و اینم از این ماجرا. دوستمون از ایران میپرسه آقای سربی چرا این آقای مانوک خدابخشیان اسم افراد رو جور دیگه میگه، با هم فرق میکنه، با همه فرق میکنه. برای که آقا این آقا با همه فرق میکنه، شما خودت جواب دادی. این آقا فکر میکنه انگلیسیش خیلی خوبه، مثلا ترامپ رو میگه ترامپ. بعد دیدم منم متوجه شدم یک اسمای دیگه اینها، این میخواد بگه که من انگلیسیم از شما بهتره و من اسما رو اونجوری که باید تلفظ میکنم یا ادا میکنم. ناگفته نمانه، بستگی داره. یه نفر توی انگلستان درس خونده باشه، انگلیسی ایرانی رو بیاره با خودش اینجا، یه نفر توی آمریکا با مردم و دانشگاه اینجا انگلیسی یاد گرفته باشه، این میگه water به آب، اون یکی میگه water. یعنی خیلی کلمه ها هست که ما از ایرانی چون خوندیم اومدیم اینجا، وقتی میگیم آمریکایی متوجه نمیشه. بعض وقتا یه بار دو بار باید براش بگیم، بعد میگه آهان اونو میگید. حالا امیدوارم آقای مانوک خدابخشیان وقتی با آمریکایی‌ها حرف میزنه همه ایشون رو 100% بفهمن. ولی به راستی آیا ایشون وقت داره بره با آمریکایی‌ها حرف بزنه؟ اصلا اینها هیچ کدام یه دوست آمریکایی دارن؟ اینها با یه خانواده آمریکایی در تماس هستن بعد از 40 سال که اینجا هستن؟ و خیلی هاشون قبل از انقلاب در همون دوره شاه که خودشون تعریفشو میکنن که نمیدونید ایران چنین بود، ایران چنان بود، همشون از ایران در رفته بودن اینجا زندگی میکردن. در صورت اینم ماجرای این برنامه که چرا ایشون اسامی رو اینجوری تلفظ میکنه. از خودشون سوال کنید، از دوستانی که باشون در تماس هستن سوال کنید و الی آخر. دوستان عزیز بذارید یکی دو تا چیز دیگه هم براتون بخونیم و نشون بدیم و بعد برنامه رو ببندیم و بریم تا جمعه. خیلی جالبه، من دوشنبه فکر میکردم جمعه است، امروز فکر میکنم دوشنبه است. میخواستم بگم تا چهارشنبه، بعد یادم افتاد امروز چهارشنبه است، جمعه با شما خواهیم بود ساعت 2 بعد از ظهر. حالا سعید میگه آقا تو هم ما رو سر کار گذاشتی، میگی 2:06 میاد، میگی 2:15 میاد، این که نمیشه آقا. چشم، سعی میکنم سر وقت بیا لطفا در آغاز. بله خیلی ممنون. چشم. و عقل بشر گفتار شماره 82 رو شنیدیم، گزارشی هولناک از یک تلویزیون ایرانی در آمریکا. و این دوستمون میگه که آقای آریانپور میگه برکناری یا مرگ دیکتاتور دردی را دوا نخواهد کرد. ما در طول عمر خود 3 دیکتاتور را در ایران دیده ایم، ولی اوضاع هر روز بدتر و بدتر شده است. چون به نظر من تنها دیکتاتور مقصر این اوضاع بد نبوده و نیست، بلکه مهمتر از او ما شهروندانی هستیم که دیکتاتور ساز بوده و هستیم و خواهیم بود. کافی است نگاهی
به صحبت‌های آقای دکتر الله‌یار کنگرلو کرده و گوش فرا دهیم تا ببینیم ایشان چگونه از شاهزاده رضا پهلوی که نه بو دارد و نه خاصیت، چگونه او را از لحاظ خصایل اخلاقی و وطن دوستی به عرش اعلی رسانده است، حال که شاهزاده دستش به جای بند نیست. این همه از او تمجید و تملق میگوییم، وای به روزی که بر تخت سلطنت بشیند. این آقای الله‌یار کنگرلو رو من اون روز بهتون گفتم یک جنبش دیگه را انداختن به نام ققنوس. من اولین باری بود که اینو این کلمه رو شنیدم، حالا اگه تو شاهنامه بوده جایی بوده، چون اینا میگم این بدبخت ها مثل این میمونه که شما بابا نداشته باشی، هی بری تو قبرستون مادرت هم بهت گفته باشه مثلا این قبر باباته، هی بشینی سر قبر یک کسی که حالا معلوم هم نیست بابات باشه گریه کنی. این ایرانی ها الان اینجوری شدن، نه مامانه بهش راست گفته باباش کیه، نه خودش به اون فهم و شعوری نرسیده که آقا اگه بابا هم نداشتی دیگران دارن، تو نداری یا نداشتی مهم نیست، بیا زندگی تو بیچاره بر اساس همین که داری ردیف کن برو جلو. اینم مشکلیه که نصیب ما شده، حالا چجوری از دستش رها بشیم نمیدونم. و اما آهان، این دوستمون که گفتم بعد از مدت ها یه تلفن یه پیام دیگه هم گذاشته بود، متاسفانه اون روز من گمش کردم، ولی این شماره 03 آخرش و اینکه از مریلند هستن و سالها پیش لطف کرده بودن به یکی از دوستای من آقای علی مسلک گفته در سربی میاد امروز یا پارک یا نه، من ایشون رو از قدیم میشناسم و برنامه به این صورت بود که اون موقع در زمان برنامه زنده زنگ میزدن و نظرشون رو میدادن، بعدن برنامه ها به صورت زنده میدید ایشون، ولی زنگ میزد من مسیجشون یا پیامشون در برنامه آینده پخش میکردم. حالا ما اون روز چون راجع به اینایی گفتیم که ما نمیخوایم با این افراد به بهشت بریم و ترجیح میدیم جهنم، و اون جوک رو گفتم، گفتم یه نفر رفته بود بیمارستان، وقتی که به هوش آمد کما بود، وقتی که به هوش آمد به پرستاره گفت که من توی بهشت هستم، پرستارم خواست باهاش شوخی کنه گفت بله شما تو بهشت هستی، گفت پس شما هم حوری بهشتی هستی، گفت بله منم حوری بهشتی هستم، گفت مردشور قیافه ای تو رو ببره که حوری بهشتی هستی، اگه میشه منو بفرستید جهنم، بلکه اونجا معمولی اونا آدم های معمولی زیباتر از تو باشن، که زیرش هم نوشته بود هیچ وقت با افراد چیز شوخی نکنید. منظورش اینایی بود که بیچاره ها گولشون زدن رفتن جنگ و اینها شهید شدن. بشنویم صحبت این دوستمون رو از منطقه شهید پرور مریلند. بفرمایید. آقای سعودی خسته نباشید، من میخوام برم کنسرت هایدر، ایشون رو گوش کنم. خدا حافظ. خدا نگهدار. ایشون ما گفتیم که اگر هایده و مهستی رفتن جهنم، ما دوست داریم بریم اونجا، نمیخوایم با ترامپ و نمیدونم خمینی و شاه و اینا تو بهشت باشیم. بعد ایشون میگه منم میخوام برم اونجا. خب ققنوس مثل وان فیلو اوور کوکوز نست است، وان فلای اوور کوکوز نست، کوکوز نست که اون آقای چیزم بازی کرده بود، دیوانه از قفس پرید، به ایرانی اسمش گذاشته بودن، نمیدونم. در صورت اینم از این، و تأکید دولت فرانسه بر مقابله با یهودی ستیزی جلیق زردها. جلیق زردها شنیدم که روسیه داره دخالت میکنه، این که اونجا دکتر داریوش احمدی میگه آقا مگه میشه که با وجود سیلیکون ولی و با وجود این همه های تک روسیه دخالت کنه؟ بله آقا، روسیه الان در همه دنیا داره دخالت میکنه، و خبر خوب این که به زودی آقای پوتین میخواد ازدواج کنه. ازش پرسیدن که شما این دوستی که داری و اینها، گفته که من هم مثل هر آدم خوب دیگری باید ازدواج کنم، یعنی به این وسیله خودشو گفته جزو ردیف خوبا گذاشته. دوستان اینا که مزخرف میگن که تو اگه گفتی سلام یعنی من تسلیمم، اگه بگی غذا یعنی شاش شطور خوردی، اینا رو این دیوانه حقا بیشتر راه انداخته بود،
چون سواد نداشت تو این سوراخ مراخ ها میگشت، از این مزخرف ها پیدا کرده بود و میمد میگفت، و بعضی هم همینجوری ندیده و نخونده و نسنجیده تکرار میکنه. حتما شنیدید که میگن به واق واق سگ به این دلیل میگن پارس، که عربا میخواستن پود از دهان ما رو ببرن پایین و میگفتن که شما هم یعنی مثل سگ هستی. اولا عربا پارس ندارن، پ ندارن، پس نمیتونن پارس داشته باشن. این دروغ اولیش. دوما اینجا نوشته سگ پاس میکنه نه پارس. بررسی واژه جنجالی پارس اصلاح نادرستی که بین مردم رواج دارد که میگویند سگ پارس میکند. حال جمله درست را ببینید، سگ پاس میکند. پاس کردن سگ هیچ اشاره‌ای به نوع صدای سگ ندارد، بلکه به معنی پاس دادن و پاسبانی است، چون از قدیم سگ را پاسبان دانستند و ما عبارت سگ پاسبان یا سگ پاسبان را زیاد شنیدیم. وقتی که می‌خواستند بگویند سگ در حال پاسبانی و نگهبانی است، می‌گفتند که سگ پاس می‌کند. به مرور این واژه با واژه پارس که نام قومی ایرانی است اشتباه شده است و اصطلاح نادرست سگ پارس می کند رایج گشته و معنی آن نیز از پاسبانی به تعریف صدای سگ تغییر یافته است. به این شکل با تلفظ و معنی درست و اصیل سگ پاس می کند، یعنی سگ نگهبانی و پاسبانی می کند، با تلفظ و معنی تغییر یافته و غلط سگ پارس می کند، یعنی سگ او می کند، تبدیل شده. این پژوهش ارزشمند را در باب ریشه پارس سگ به استاد ارجمند جناب آقای عادل اشکبوس، نویسنده و زبانشناس گرانقدر کشورمان مدیونم، که عین توضیحی را که به قلم ایشان نگاشته شده در زیر می آوریم. واژه پارس به معنی صدای سگ درست نیست، تلفظ درست این واژه پاس است. و اینم از این. من کلمه سلام رو رفتم توی ویکیپیدیا یا توی دایره المعارف دو جا نگاه کردم و همش همین بود که سلام یعنی به اصطلاح مثل عرض ادب، و این مزخرفاتی که اینا میگن ما تسلیم هستیم و اصلا من نمیدونم کدوم عربا که به هم دیگه میگن سلام علیکم یعنی چی، اونا هم به هم تسلیم میشن. حالا ادامه بدن انشالله همینجوری که الان 10-20 سال رایج شده هی به هم میگن درود ورود درود خروج، بعدم وقتی میخوان سلام علیک کنن یادشون میره به کی میگن سلام به کی میگن درود، وقتی هم میخوان برن یادشون میاد که حالا باید بگن درود یا باید بگن بدرود، و خودشونو برگردوندن مثل اونایی که بچهای کلاس پنجمی هستن تمام کلمات فرهنگیشون کامل نیست. این جورج بوش وقتی رئیس جمهور بود گفتن این فرهنگ لغات در مغز این اندازه یک کلاس پنجمی آمریکاییه، که نمیدونم مثلا اگه چند هزار تا باید باشه گویا گفتن این 9000 کلمه بلده. خب در ایران این فیلم منتشر شده، بذارید ببینم چیه که اینجا براتون گذاشتم. اینا معمولا را از آن خود کرده است و سالانه تا 180,000 نفر با تحصیلات عالی. این فیلم جالبیه، یادتونه هم فرار مغزها هم اینو اون به اصطلاح دربارش هشدار دادن، و هم خمینی گفت که اگه مغزا میخوان فرار کنن فرار کنن، ما این مغزا رو احتیاج نداریم. این فیلم درباره فرار مغزها هست و با دیدن این برنامه یا این فیلم من هم از شما خداحافظی میکنم به امید دیدارتون روز جمعه روز آدینه. اگه شما خداحافظی دیگه یادتون رفته، خداحافظی همون یعنی بدرود، بدرود تا درودی دیگر، یا به زبان بهزاد دوست عزیزمون درود خروج. را از آن خود کرده است و سالانه تا 180,000 نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می کنند. 308 نفر از دارندگان مدال المپیاد و 350 نفر از برترین های آزمون سراسری از سال 82 تا 86 به خارج مهاجرت کرده اند. طبق آمار صندوق بین المللی پول، همکنون بیش از 250,000 مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87
روزانه 15 کارشناس ارشد، 4 دکترا و سالانه 5475 نفر لیسانس از ایران مهاجرت کردند. در سال 1391 حدود 150 هزار دانشجو تقاضای خروج از کشور را کردند که بیشترشان دانشجوی دوره دکترا بودند. همچنین 64% دانش آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد طی 14 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند. این رسانه حکومتی به نقل از مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌نویسد فرار مقصا در چند سال اخیر 300 برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است. اینها در حالی است که تقریبا کلامی درباره این فاجعه ملی سخن گفته نمی شود. خب دوستان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. با امید دیدار جمعه. اینم عکس استدیوی جهانی ما رو ببینید. این بودیم در خدمتتون. پس شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید مهمان ما باشید، شما هم میتونید نظر بدید. و بازم ممنونم از اون دوستی که اتفاقی برنامه ما رو دیده. امیدوارم از این اتفاقات بیشتر در زندگیت بیفته، شاید یک کمی عقلت به کار بیفته. مرسی.